من مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. مرسی که ظهر روز یکشنبهتون رو با ما میگذرونین. ممنون از آقای تجلی که این مجموعه کارگاه ها رو برای ما برگزار خواهند کرد. من فقط برای اطلاع دوستان بگم این اولین جلسه از 10 جلسه کارگاهی هستش که برای راه اندازی کسب و کار در کانادا پیش بینی شده و انجام میشه. تمام کارگاه ها به هم مرتبط هست. حالا خود آقای تجلی بیشتر توضیحات رو میدن و به اون شکل نیست که اگر که مثلا بخواین حالا سلکتیو انجام بشه یا مثلا بعضی کارگاه ها ثبت نام بشه، پیشنهاد میکنیم که تمام مجموعه رو اگر که علاقه من هستین ثبت نام کنین. یه توضیح هم من باید بدم، مبلغ دیپازیتی که برای ثبت نام هست همه باز پرداخت میشه، یعنی برگردونده میشه بهتون. صرفا بعضی کارگاه هایی که تعداد افراد برامون مهم هست و با دیپازیت انجام میدیم، چون مطمئن بشیم که دوستانی که ثبت نام میکنن حتما شرکت میکنن و اینجوری نباشه که اون کلاس ها به یه ظرفیت خاصی برسه پر بشه و حالا مثلا بعض وقت دوستان شرکت نکنن. این فقط از اون جهت هست. امروز هم در خدمت های تجلی هستیم با اولین جلسه. من فقط از دوستان خواهش میکنم اگر سوالی در طول جلسه دارن، برای اینکه اختلالی ایجاد نشه، یا تو قسمت چت مطرح کنن یا اینکه تو قسمت پارتیسیپنت گزینه ریز هند رو بزنین و اونجا یه علامت دستی کنار اسمتون میاد و آقای تجلی میتونن به ترتیب یا من به دوستان بگم یا آقای تجلی زحمتش رو بکشن و سوالتون رو مطرح کنن. من دیگه وقتتون رو نمیگیرم، من خودم میوت میکنم. آقای تجلی بفرمایید، در خدمتتون هستم. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، وقتم به دوستان بخیر. روز یک شنبه آفتابی خوب، هوای عالی، انشالله که لذت بردید از هوای امروز. هرچند یه مقداری سرد شده هوا، ولی خب بازم خیلی خوبه. من تشکر میکنم از کاوه عزیز و مجموعه پند دوستانی که واقعا زحمت میکشن برای کامپیوتر ایرانی و فرصتی رو فراهم میکنن برای شما بزرگواران، برای ما مثلا ایرانی های اینجا، که استفاده بکنیم از این دوره ها و کلن حالا سایر موارد، نه تنها این دوره، بقیه موارد که واقعا من یکی دو مورد خیلی کوچیک که باشون همکاری دارم میبینم که این دوستان واقعا چقدر زحمت میکشن. این دوره رو هم در واقع به ابتکار خود کاوه جان بود. ما چندین جلسه با هم صحبت داشتیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر این دوره رو داشته باشیم برای ایرانیان اتاوا میتونه خیلی موثر و خوب باشه. و بالاخره بعد از فکر میکنم به یک سال یا شاید 7-8 ماه که قبل که صحبت شد، امروز در واقع ما رسیدیم به این که این دوره رو مثلا شروعش بکنیم. دوره رو تحت عنوان در واقع Start Your Business یا Start Doing Your Business هست به این نام گذاشتیم. حالا من در ادامه یک کوچولو توضیح میدم چرا. شاید مثلا قبل از اینکه بخوایم ورود بکنیم به بقیه مباحث، دوستان شاید دوست داشتن یک مقداری در مورد خود من بدونن که چرا من دارم این دوره رو تدریس میکنم و تجربه که تو این زمینه دارم چی هست. من یه مختصر خیلی کوتاه میگم و بعد میریم که سر خود دوره. من لیسانس اقتصاد دارم دانشگاه اصفهان، فوق لیسانس اقتصاد دارم از دانشگاه شهید بهشتی تهران، یک فوق لیسانس رشته تکنولوژی اینوویشن منیجمنت دارم از دانشگاه کارلتون که در اینجا به اصطلاح این رشته‌ای هست که بیشتر میپردازه به بحث های آنترپرنورشیپ در حوزه تکنولوژی، آنترپرنورشیپ تکنولوژی محور هست. و همچنین یک به اصطلاح گریجویت سرتیفیکیت دارم، یک دوره 3 ترمه بود از دانشگاه، از آلگونکوین کالج، در حوزه فینانشل سرویسز گرفتم اون به اصطلاح این سرتیفیکیت رو، که در اونجا هم من آشنا شدم با هم امور مالی و فاینانس کانادا و همی که ما یک دو ترم در واقع دوره‌ای داشتیم به اسم Professional Portfolio Development که بسیار عالی بود و در اونجا من خیلی در خصوص توسعه به اصطلاح اون پورتفوی حرفه‌ای و کاری اونجا خیلی آموزش‌های خوبی رو ما دیدیم. خب
خب بک‌گراند من بیشتر بنکینگ هست. من حدود 17 سال سابقه دارم در سیستم بانکی ایران. در اونجا من به مدت شاید 5-6 سال متولی یک پروژه بودم برای اسمی بانکینگ بود. اونجا من در بخش کردیت اصطلاح و ریسک منیجمنت مسئولیت داشتم و این پروژه بود به عهده من که خوشبختانه پروژه در اون بانکی که من اونجا بودم راه اندازی شد و الانم داره کار میکنه. پروژه این بود که عوامل موفقیت و شکست بیزنس های متوسط و کوچیک چی هست که بانک اونا رو شناسایی بکنه و بر اون اساس بر اساس اون شاخص های موفقیت و شکست small and medium sized businesses به اونها وام ها رو سریعتر بتونه پرداخت بکنه، که یک پروژه بود که شاید بیش از 100 نفر درش دخیل بودن و خیلی به اصطلاح تحقیق گسترده شد. نزدیک 3 سال کار تحقیقش طول کشید و اونجا شاخص های عملکردی گذشته و حال یک شرکت رو در واقع فرموله کردیم برای اینکه آینده شرکت رو پیش بینی بکنیم و خیلی کار خوبی شد و هنوزم مثلا در اون بانک داره کار میکنه اون سیستم. خب در اینجام که اومدم در مثلا دانشگاه کالتون من یک استارتاپی رو راه اندازی کردم که از اون انکوباتور لیتوبین خوشبختانه تونستن که تاییدیه اونا رو بگیرم و اوارد لیتوبین رو برای اون استارتاپ که در دانشگاه در زمینه آموزش‌های مجازی بود رو گرفتم و از اونجا به بعد خب کارم رو خودم شروع کردم و الانم بیزنس خودم رو دارم در حوزه‌های تکس و اکانتینگ و مشاوره در زمینه راه اندازی بیزنس. خدمت شما عرض کنم که برای این دوره که ما در خدمتتون هستیم به اصطلاح اون هدفی که برای دوره دیده شده این هست که ما به دوستان یک اطلاعاتی رو بدیم در خصوص خود بحث بیزنس انوایرمنت کانادا، محیط تجاری یا محیط کسب و کاری کانادا، و کمک بدیم به دوستانی که یک بیزنس آیدیایی دارن که بیزنس آیدیاشون رو اینجا پرورش بدن و بدونن که اگر بیزنس آیدیا رو بخوان تبدیلش بکنن به یک بیزنس، ببرنش داخل کسب و کار، با چه چالش هایی روبرو هستن. و این که در واقع کمک بدیم به دوستان توی این 10 جلسه بیزنس پلنی رو برای بیزنسشون بنویسن که اون بیزنس پلن منطبق با استانداردهای اینجا باشه. خب خیلی از دوستان ممکنه بیزنس پلن نویس خوبی باشن یا ممکنه کسی رو در ایران داشته باشن براشون بیزنس پلن های خوبی بنویسه، ولی بیزنس پلنی نوشته بشه که با استانداردهای اینجا باشه. و اینکه یک سری مواردی رو که واقعا جزء اون اسانشل ها هست، جزء موارد مهم هست برای اینکه توی کانادا شما یک بیزنسی رو راه اندازی بکنید، اونها رو ما در تقریبا اواخر این دوره برای شما باز بکنید که چه مواردی هست که شما باید بهش توجه بکنید برای اینکه موفقیت بیزنستون رو بتونید تضمین بکنید. خب چه کسانی ما فکر میکنیم که خوب هست که تو این دوره شرکت بکنن یا این دوره بر اونها مناسب هست؟ البته من اینجا زدم لایو ورکشاپ، منظورم این که دوره‌ای که ما به اصطلاح به صورت یک شنبه برگزار میکنیم، چون کابه جان این رو ضبط میکنن و شما ضبط شدهش رو میتونید از سایت پنج ببینید. خب من فکر میکنم برای خیلی ها که حتی یک گوشه چشمی دارن به اینکه در آینده بیزنسی راه بندازن، ضبط شده های این میتونه کمکشون بده. اما اینکه چه کسانی در واقع خوب هست که در این ورکشاپ شرکت بکنن، خب اولا که ورکشاپ به زبان فارسی به اصطلاح ارائه میشه، پس انتظار این هست که کسایی که فارسی زبان هستن شرکت بکنن.
اسلاید های سمینار رو واقعیتش خیلی فکر کردم که به فارسی تهیه کنم یا به انگلیسی. یه مقداری با خودم چالش کردم، دیدم که به انگلیسی تهیه بکنم بهتره، به خاطر اینکه دوستانی که مخاطب این دوره هستن کسایی هستن که میخوان بیزنسشون رو در اتاوا یا حالا اگه جای دیگه کانادا هستن در کانادا میخوان بیزنس رو ران بکنن، پس بهتر است که با ترم‌های انگلیسی در حوزه فضای کسب و کاری کانادا آشنا بشن. به همین خاطر من ترجیح دادم که اسلاید ها به انگلیسی باشه و ترم ها رو هم من هم فارسیش رو میگم هم انگلیسیش رو برای دوستان. ولی خب برای این که چه کسانی واقعا توی این به اصطلاح ورکشاپ به صورت فعالانه شرکت بکنن، مد نظر ما کسانی هستن که خب یک بیزنس آیدیایی دارن و پشن دارن یا علاقه وافری دارن برای اینکه بیزنس آیدیاشون رو تبدیل بکنن به یک بیزنس در کانادا. کسانی که خب میخوان اطلاعات عمومی بگیرن یا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشن، خوب هست که به اصطلاح از جلسه سوم به بعد رو به نظرم اپلای نکنن، ثبت نام نکنن. یک و دوش خیلی عمومی هست برای همه خوبه، ولی جلسه سوم به بعد ما انتظارمون هست که دوستانی شرکت بکنن که به اصطلاح هدفشون این باشه که بیزنسشون رو در آخر به اصطلاح حالا نمیگم این دوره، ولی به زودی به دنبال این باشن که بیزنسشون راه بندازن یا بیزنس رو راه انداختن ولی در مرحله اولیه هستن و هنوز به اصطلاح راه دارن تا اینکه به فاندینگ برسن یا دنبال اکسپند بیزنسشون هستن و شاید هم مثلا هنوز بیزنس آیدیاشون رو با اینکه بیزنسشون رو شروع کردن بیزنس آیدیاشون رو خوب پرورش ندادن. خب اون دوستانم این خیلی در واقع میتونه کمکشون بده این دوره. و اون هدفی که من برای این دوره در نظر گرفتم اینه که ما در آخر دوره حداقل 10 تا بیزنس جدید ایرانی رو در اتاوا به اصطلاح داشته باشیم یا راه اندازی بکنیم با کمک دوستان، یعنی دوستان در واقع با کمک این ورکشاپ راه اندازی بکنن، یا 10 تا بیزنسی که یا یه تعدادی از بیزنس هایی که قبلا راه اندازی شده این به اصطلاح بیزنس ها بتونن یه مقدار خودشون رو بزرگتر بکنن، گرو بکنن و یاد بگیرن که چجوری بیزنس رو میتونن در واقع از احرام های موجود استفاده بکنن برای بزرگتر کردنش. به همین خاطر خواهش من اینه که دوستانی که واقعا میخوان کار کنن، چون ما از جلسه سوم به بعد کار تقریبا دو طرفه میشه. جلسه اول دوم ما حالت سمینار داره، یعنی که من صحبت میکنم مطالبی رو خدمت دوستان ارائه میکنم، از جلسه سوم به بعد حالت ورکشاپ میشه، یعنی دوستان هم باید کار بکنن و انتظار داریم که در آخر دوره دوستان بیزنس پلن خودشون دستشون باشه و در این زمینه ما کمک بدیم که دوستان بیزنس پلن هاشون رو تهیه بکنن و حالا یه راهکارهایی رو تو ذهنم هست که در ادامه توی موقع خودش میگم برای اینکه یه کامیکیشن خوب بین همه اعضا برقرار بشه برای اینکه دوستان بتونن اون بیزنس پلن های خودشون رو بهتر به اصطلاح تهیه بکنن و در آخر دوره بتونن که آمادگیش رو داشته باشن که اون بیزنسشون رو راه اندازی بکنن. خب ببینیم که ما امروز چه مطالبی رو خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. نه امروز نه، برای کل این 10 روز، امروزشو بعدم میگم. اجندایی که ما برای کل این 10 تا جلسه داریم چیا هستن؟ خب جلسه امروزمون رو ما صحبتی خواهیم داشت برای دوستان در خصوص محیط کسب و کار تجاری کانادا و دوستان رو آشنا میکنیم. در امروز خیلی توضیح نمیدم چون همین بعد از اینجا صحبت میکنیم که چه فضای کسب و کاری داره کانادا نسبت به سایر کشورها. جلسه هفته بعدمون صحبت میکنیم در خصوص این که قبل از اینکه شما بخواید یک بیزنسی رو شروع بکنید چه چیزهایی رو باید بدونید، اصلا آیا الان وقتش هست که شروع بکنید یا وقتش نیست، شما آمادگیشو دارید یا هنوز ندارید و اگر آمادگیشو دارید چه کارهایی رو باید انجام بدید برای اینکه آماده بشید
که بیزنستون رو راه اندازی بکنید. از جلسه سوم به بعد به اصطلاح جلسه ما شروع میشه با استپ هایی که لازم هست برای اینکه شما بیزنستون رو استارت بکنید، که این استپ ها قاعدتا در قالب اون بیزنس پلن شما شکل میگیره، یعنی شروعش با بیزنس پلن شما هست که استپ یکش بیزنس آیدیا و بیزنس مدل شما هست که خب خیلی هم به اصطلاح مفید هست که اون بیزنس مدل قوی باشه و اینکه اون بیزنس مدل حالا میگیم بعداً جزئی از اون بیزنس پلن شما خواهد بود. جلسه چهارم ما استپ دوی به اصطلاح این کار هست که بیزنس پلن و اجزاش رو ما توضیح میدیم و شروع میکنیم بحث بیزنس پلن نویسی رو. جلسه پنجم یا استپ سوم ما بحث تأمین مالی هست که باز میگم جزی از همون بیزنس پلن هست، ولی خب ما اینجا در خصوص بحث نحوه تأمین مالی یک بیزنس در کانادا صحبت میکنیم. جلسه ششم ما بحث‌های مارکتینگ رو خواهیم داشت و مارکتینگ پلن رو که بخشی از بیزنس پلن هست بحث می‌کنیم. و در قسمت بعدی ما در جلسه هفتم به بیزنس استراکچر جلسه صحبتی می‌کنیم که شما اگه بخواید بیزنسی رو راه اندازی بکنید به لحاظ حقوقی و به لحاظ سازمانی چه استراکچری باید براش در نظر بگیرید و اگر بخواید اون رو اینکورپوریتش بکنید یا به ثبتش برسونید در چه قالبی به ثبت برسونید، در قالب سول باشه، در قالب پارتنرشیپ باشه، در قالب به اصطلاح اینکورپوریشن باشه و اگر اینکورپوریشن باشه چند وایی داره و مواردی از این دست رو در اونجا ما اون رو صحبت می‌کنیم. جلسه هشتم ما در خصوص بحث تکس پلنینگ هست که دیگه دوستانی که اگر مثلا چند سال اینجا وارد شده باشن میدونن که بحث تکس در کانادا بسیار بسیار مهمه، هم در زندگی شخصی و هم در بیزنس ها، و در بیزنس ها بسیار بسیار مهمتر هست و دوستانی که میخوان بیزنس راه اندازی بکنن باید در خصوص بحث های مربوط به تکس و تکس پلنینگ بدونن. جلسه نهم ما در خصوص مسائل مالی و حسابداری شرکت هست که این هم باز جزء مقولاتی هست که بسیار بسیار مهمه و من همین امروز اهمیت این رو توی اسلاید هایی که دارم بهتون توضیح میدم و در قسمت در جلسه نهم هم خب بهش بیشتر میپردازیم. و جلسه آخر ما که خب یک رپاپی هست و همچنین ما تو این به اصطلاح 70 جلسه قبلی صحبت هایی که در خصوص اون کیس ها شده، دوستانی که کیس هاشون آوردن کاراشون انجام دادن، اینجا اگه نیاز شد اونا رو بحث و بررسی میکنیم با هم دیگه و کیس ها رو بیشتر باز میکنیم، اگر نه اینکه به اصطلاح موارد جمع شده بود تو جلسات قبلی که ما همینجا دیگه بحث بستن و رپاپ رو خواهیم داشت. خب رسیدیم به جلسه امروز. جلسه امروز ما در خصوص محیط کسب و کاری کانادا هست. امروز ما مباحثی رو که خواهیم داشت، یکی بحث شاخص‌هایی هست، ایندیکیتورهایی هست که در دوینگ بیزنس 2020 هست، که دوینگ بیزنس 2020 رو توضیح میدم چیه. نرخ موفقیت بیزنس ها در کانادا رو با هم صحبت میکنیم، چون قرار راجع به فضای کسب و کاری اینجا صحبت بکنیم، ببینید که چقدر بیزنس ها به طور متوسط اینجا موفق میشن و چقدر بیزنس ها شکست میخورن. در بخش بعدی علت شکست بیزنس ها رو با هم صحبت میکنیم که چرا بیزنس ها شکست میخورن در کانادا.
در قسمت بعدی ما چالش هایی که نیومیگرنت ها دارن، البته چالش های کلیشون رو مطرح نمی کنیم، منظور ما چون بحث مراجع به دوینگ بیزنس در کانادا هست، چالش هایی که نیو ایمیگرنت ها یا نیو به اصطلاح ایمیگرنت آنترپرنور ها دارن در زمینه راه اندازی بیزنس، نه در همه موارد، اون رو با هم بحث می کنیم. و در نهایت هم من یک موقعیت به اصطلاح جامعه ایرانی کانادایی رو در سطح کانادا یه توضیح مختصری میدم و اینکه جایگاه ایرانی‌ها در زمینه آنترپرنورشیپ در جامعه کانادا به چه شکل تا الان بوده و امیدواریم که در آینده این تغییر بکنه و بهبود بیشتری به ما در زمینه بده. خب من به اصطلاح وارد میشم به بحث گزارش یا رپورت Doing Business 2020. این گزارش Doing Business گزارشی است که توسط World Bank هر سال منتشر میشه که من مال 2020ش رو گرفتم. در اینجا من اومدم به اصطلاح این گزارش، این Doing Business میاد شاخص ها و ایندیکیتور هایی که نشون میده که ease of doing business in Canada نوشته ease of مثلا doing business in countries 190 کشور و منطقه رو بررسی میکنه هر سال و میگه که اون میزان آسانی انجام بیزنس یا راه اندازی کسب و کار در این کشورها به چه شکله. من برای نمونه ایران رو هم گذاشتم، البته خب قاعدتا ما کاری با ایران نداریم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم، ولی علت این که من ایران رو گذاشتم چون ما اغلبمون بک‌گراندمون ایرانیه، اغلب که من میگم فرض کردم ممکنه حالا یک دوستان غیر ایرانی هم باشن، نمیدونم هستن یا نه، ولی خب اگه نباشن که هممون بک‌گراند ایران رو داریم. خیلی از ماهایی که الان اینجا هستیم میدونیم که فضای کسب و کاری ایران به چه شکله. وقتی من دارم در راجع به فضای کسب و کار کانادا صحبت میکنم میگم مثلا رنکش 23 هست، دوستان وقتی که رنک ایران رو که توش کار کردن ببینید، کسایی که تو ایران بیزنس داشتن وقتی میبینن رنک ایران مثلا 127، اون موقع میتونن بفهمن که ایز آف دوینگ بیزنس در کانادا در مقابل ایران چقدره. ولی اگر این رنک رو ندون که مثلا خب کانادا 23 ایران چقدره، اون موقع این مقایسه براشون سخت میشه. ولی خب کسایی که فضای کسب و کار ایران رو نمیشناسن خب اون موقع شاید خیلی کمکی نده، ولی من فرضم این بود که ما دوستانی که اینجا هستن یا در ایران بیزنس کردن یا اگر بیزنس نکردن با فضای کسب و کاری ایران تا حدی آشنا هستن، در نتیجه فقط توی بحث دوینگ بیزنس با ایران مقایسه کردم، جاهای دیگه مقایسه ایران رو من نمی‌کنم. یک کوچولو به من اجازه بدید. خب ببخشید، عذرخواهی میکنم، من نویز محیطم زیاد بود در بس. خب همونطور که دوستان دارید میبینید بحث به اصطلاح دوینگ بزنس یا ایز آف دوینگ بزنس این کانادا، کشور کانادا جز کشورهای OECD هست و کاتگوری اینکامش های اینکام هست با جمعیت حدود 37 میلیون. سیتی که سیتی که در واقع شما اینجا میبینید تورنتو هست که این رو بیس هست که وقتی که سیتی رو زده تورنتو، اینه که اطلاعاتی که جمع آوری شده از شهر پایشون شهر تورنتو بوده، نشون میده که دوینگ بیزنس رنک در کانادا 23 هست رنکش از بین 190 کشور و منطقه. این بغل اسکورش هم نشون میده، اسکورش تقریبا 80 هست که خب حالا اسکور رو من باز در مقابل ایران بعد بهتون نشون میدم.
ایران رو اگه نگاه بکنیم کشوری هست که حالا ریژنش که منطقه میدل ایست هست، کتگوریش به لحاظ درآمدی در کتگوری بالای متوسط درآمدی هست. خب کتگوری کانادا به لحاظ درآمد سرانه های اینکام هست، درآمد بالا هست، ایران بالای متوسط هست، جمعیت بالای دو برابر کانادا هست، نزدیک به 81 میلیون به سیتی که بیس قرار دادن، شهری که بیس قرار دادن تهران هست. رنک دوینگ بیزنس برای ایران 127 هست. حالا دوستانی که در ایران دارن بیزنس میکنن میتونن بفهمن که اگه بخوان در کانادا بیزنسی را بندازن چقدر این بیزنس، این کار راحت تر هست برشون. میزان به اصطلاح چی میگن راحتی بیزنس در ایران و کانادا رو با این رنکینگ میتونن ببینن. و خب اسکورش هم که دارید مقایسه میکنید 58.5 هست. خب حالا این رو یه مقداری جزئی تر واردش بشیم. این رنکی که ما دیدیم از 10 تا ایندیکیتور مختلف تشکیل میشه. این 10 تا ایندیکیتور تشکیل میدن اون رنکینگ 23 که ما اونجا دیدیم. خب اینجا اگر ملاحظه بکنید این رنکینگ از به اصطلاح استارتینگ بیزنس راه اندازی یا ثبت یک بیزنس در کانادا ملاحظه میکنید که رنکش 3 هست. در خصوص گرفتن پرمیت های کانستراکشن که این در واقع کانستراکشن مسکونی منظورش نیست، منظورش کانستراکشن های بیزنسی هست. کسی بخواد کارخونه ای راه اندازی بکنه، بخواد محل کارخونه رو خودش بسازه، خب 64 هست رنک کانادا. در خصوص دسترسی به الکتریسیتی رنکینگ 124 هست، رنکینگ خیلی خوبی در واقع نداره اینجا کانادا. خب این دسترسی هم در واقع چند تا آیتم دوست داره که در خصوص این یکیش بحث قیمت هست، بحث هزینه هایی هست که اگر شما برق در منطقه نباشه و بخوای برق رو ببری، این عوامل رو درش دخیل کرده و به 124 رسیده و شاید به نظر من قیمت شاید مهمترین عاملش بوده اینجا. رجیستر کردن انواع پراپرتی هاست، قوانینی که مترتب بر رجیستر کردن پراپرتی هست که رنک کانادا در بین کشورها 36 هست. دسترسی به کردیت، گرفتن اعتبار بانکی 15 هست کانادا که رنک خیلی خوبیه. حفظ اون حقوق سرمایه گذارانی که از اقلیت ها هستن، ماینوریتی هستن، رنک بسیار خوبی داره کانادا، رنکش 7 و کسایی که حالا ماها در واقع اینجا اگر جزء مهاجرین و ماینوریتی ها محسوب میشیم اینجا خب حقوقمون پروتکت میشه، حقوق اینوستمنتمون. از منظر پین تکس رنکینگ کانادا 19 هست و از منظر مبادلات به اصطلاح صادرات و واردات تریدینگ اکراس بوردر برای صادرات و واردات رنکینگ 51. در خصوص بحث انفورسینگ کانترکت یعنی این که یک قراردادی که شما دارید اگر به مشکلی بخورید با طرف مقابلتون و بخواید اون قرارداد رو به اجرا بگذارید از طریق محاکم، میزان هزینه و زمانی که میبره رنکینگ خوبی نداره کانادا، رنکینگش 100. و بحث های مربوط به تصفیه به اصطلاح حالا ورشکستگی یا به اصطلاح اون ریسالو کردن اون عدم توانایی های مالی یا فایل کردن این سالونسی، رتبه کانادا رتبه خوبی است، رتبه 13 است. همین رو ببینیم در خصوص ایران. خب استارتینگ بزنس رتبه 3 بود، اینجا رتبه 178. خیلی تفاوت زیاده. Dealing with street construction اینجا رتبهش 73 هست. Getting electricity
دسترسی به الکتریسیتی 113 هست برای ایران، رجیستر کردن پراپرتی 70، دسترسی به کردیت همطور که دیدیم در اینجا 104، در مورد کانادا خب رقم خیلی اصطلاح رنکینگ بهتر بود، و حفظ حقوق اقلیت، حقوق اقلیت سرمایه گذاران 128 ایران، در خصوص بحث تکس 144 رنکینگ ایران از بین 190 کشور، صادرات و واردات رنکینگ 123، در خصوص اینکه قرارداد رو بتونید انفورسش بکنید، به اجرا گذاشتن یک قرارداد رنکینگ ایران 90 هست، و بحث های مربوط به اینسالونسی و ورشکستگی رتبه ایران 133 هست. خب این شاخص ها رو یک مقداری خودتر وارد شده، ریزتر وارد شده، من اینها رو گذاشتم دوستان ببینن، خیلی ورود بهش نمی کنم، ولی حالا چند تاش رو به عنوان نمونه میگم. مثلا ببینید استارتینگ بزنس رنک کانادا 3 هست در بین همه کشورها، و علتش هم اینه که اسکورش هم 98، تقریبا از 100 98 که اسکور بسیار خوبیه. نگاه میکنید که پروسیجر هایی که درگیر هست، تعداد فرایند هایی که شما باید به کار ببرید برای یک بیزنس رو ثبت کنید، فقط دو تا فراینده. چند روز طول میکشه یک بیزنس رو شما ثبت بکنید؟ متوسط 1.5 روز در کانادا طول میکشه. و چقدر هزینه داره؟ هزینهش 0.3% از درآمد سرانه است. یعنی هزینه ثبت یک بیزنس بسیار بسیار پایینه در کانادا. و اینکه پیدین کپیتال، چقدر پیدین کپیتال می‌خواید؟ یعنی شما اگه بخوای یه بیزنس رو ثبت بکنی، با چقدر پول می‌تونی بیزنس رو ثبت کنی؟ در کانادا صفر. شما اصلا نیازی نیست که پیدین کپیتال داشته باشید و با سرمایه صفر شما می‌تونید یک بیزنس رو در کانادا به ثبت برسونید. خب بحث به اصطلاح dealing with construction permit هست، گرفتن مجوزها. باز می‌دونید به اصطلاح که تقریبا تعداد روزهایی که تعداد پروسیجر هایی که درگیر هست، فرآیندهاش 12 تاست و حدوداً 249 روز این قضیه طول میکشه و کاستش هم تقریبا 1.8% ارزش اون ورهاوسی هست که یا اون کارخونه‌ای هست که شما میخواید ایجادش بکنید، که تقریبا رقم بالایی هست. دسترسی به الکتریسیته باز به همین ترتیب هست. اگه دارید میبینید پروسیجر هایی که درگیر هست 6 تاست، 77 روز طول میکشه شما بخواید الکتریسیته رو ببرید برای اون واحد تجاریتون. اینها بیشتر ببخشید واحد صنعتیتون، بیشتر برای واحدهای صنعتی شاید مهم باشه. و کاستی که در واقع داره 746% به اصطلاح متز هست، درآمد سرانه هست، که یعنی 7 برابر درآمد سرانه این هزینه میبره که از این نسبتاً بالایی هست. و ریلایبیلیتی به اصطلاح اون ترانس، به اصطلاح چی بهش میگن، شاخص های مربوط به اون تعرفه قیمت هاش هم تقریباً 5 هست. خب رجیسترینگ پراپرتی هست، باز رتبه کانادا 70ه. اینها من دیگه خیلی واردش نمیشم. تعداد پروسر فرآیند هایی که درگیر میکنه افراد و 6 تا فرآینده و 31 روز طول میکشه این کار. کاستش هم نسبت 0.8% از ارزش اون پراپرتی هست، که باز نسبتا بالاست. و همینطور دسترسی به اصطلاح رنگ، ببخشید من یه دونه اومدم پایین، دسترسی به رنکینگ به اصطلاح کردیت هست که برای کانادا 15 هست و جزئیاتش در ادامه اومده. و بقیه موارد رو من فکر کنم خیلی نیاز نباشه ما واردش بشیم. بحث پینگ تکس هست که جزئیاتش اومده، خیلی مهم نیست، و همین جزئیات رو من فقط گذاشتم که دوستان ببینن برای ایران رو، که در دو تا اسلاید پشت سر هم هست، این برای کانادا است، این برای ایرانه، و به جزئیات توضیح داده که این رنکینگ ها
چجوری به دست اومده و زیر مجموعه اینها به چه شکل هست. خب آمار بعدی که ما بهش میپردازیم بحث به اصطلاح میگن که ورود به بیزنس، ورود به صنعت هست یا ورود به اقتصاد هست، یا اینجا تحت عنوان نیو فرم برت هست، تولد شرکت های جدید، یا انتری به اصطلاح ریت هم بهش میگن، نرخ ورود به اصطلاح اقتصاد. این ملاحظه میکنید آمار من مربوط به 2002 تا 2014 است، آخر آماری که آوردم که سورسش هم اینجا ارائه کردم زیرش دوستانی که علاقه من بودن بیشتر بدونن. و اینجا میبینید که مثلا در سال 2001 تقریبا 91,000 بخش نرخ رشدش 9.1% بوده، بعد 10%، 10.6%، و به همین ترتیب نرخ رشد میزان ورود به اصطلاح بیزنس رو میبینید، یا تولد بیزنس های جدید رو، شرکت های جدید رو میبینید در کانادا در این وقت. اینجا نشون دادیم که به طور متوسط تقریبا حدود 96,000 بیزنس وارد کانادا میشن، یعنی که متولد میشن در کانادا، وارد اون نظام اقتصادی کانادا میشن. 96,000 بیزنس هر سال ثبت میشن و راه اندازی میشن و کار میکنن یا متولد میشن، که تقریبا نرخ متوسط حدود 9.4% میشه که متوسط این نرخایی هست که اینجا دیدیم. بیشترین برث ریت، بیشترین نرخ تولد به اصطلاح در بحث به اصطلاح اکامودیشن اند فود سرویس هست، صنعت غذا و حالا اکامودیشن هتل داری و صنعت هایی در این زمینه هست که این دو تا این گروه صنعت اکامودیشن و فود سرویس، صنعت غذایی، رستوران ها و هتل ها بیشترین میزان رو داره که بیشترش هم مربوط به خود رستوران ها هست. و فکت دیگه ای که ما داریم، هر چقدر که نرخ در کانادا، البته این فکت هست، هر چقدر که نرخ ورود یا نرخ تولد در یک صنعتی بیشتر باشه، میزان دوام و بقای صنعت در اون یا ریت دوام و بقا هم کمتر هست، یا عبارت برعکسش رو بخوام بگیم، واژه منفیش رو بخوام بگیم، نرخ شکست بیشتر هست. و میبینیم که بیشترین نرخ شکست در کانادا در زمینه اکامودیشن و فود سرویس هست که کاملا مشخص علتش چیه. علتش این که بیشترین ورود هم یا بیشترین نرخ تولد هم توی اینجا هست. خب من آماری رو اینجا ارائه میکنم در خصوص به اصطلاح نرخ سروایوول، یا عکسش بکنید میشه نرخ شکست، نرخ شکست بیزنس ها یا نرخ دوام و بقای بیزنس ها. تقریبا 63% از بیزنس ها توی 5 سال اول دوام میارن، این 5 سال عمر میکنن، و 43% بیزنس ها 10 سال عمر میکنن، یا به عبارت بهتر اگه بخوایم بگیم، به عبارت برعکسش رو اگه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم که 37% بیزنس ها طی 5 سال اول شکست میخورن و میرن بیرون، و در طی 10 سال 57% بیزنس ها ای که متولد شده بودن از مارکت خارج میشن، یا در واقع ورشکست میشن، یا شکست میخورن، یا به هر دلیلی خارج میشن، یا مرج میشن، درصد تعدادشون کم میشه. و نشون میده که به اصطلاح نرخ به اصطلاح ورود به ببخشید نرخ سروایوول ریت تو کانادا رو به افزایش، از بین 2002 تا 2014 این نرخ در حال افزایش است، یعنی که وضعیت کسب و کاری کانادا رو به بهبود بوده تو این دوره. اینجا این نمودار خیلی قشنگتر نشون میده. اگه اینجا نگاه بکنید، سال اول از هر 100 تایی که وارد بیزنس شدن، در سال اول 98 تاشون موندن، یعنی 2 تاشون خارج شدن، 2% سال اول شکست میخورن،
سال دوم 89% میمونن، 11%شون شکست میخورن یا خارج میشن از مارکت. سال سوم 22% خارج میشن و سال چهارم 30%، سال پنجم 37% خارج میشن و در سال دهم ملاحظه میکنید که نزدیک به 57% بیزنس هایی که وارد شدن در سال به اصطلاح دهم خارج شدن و تنها 43% دوام آوردن و همچنان بقا دارن. خب میگه که به اصطلاح در طی به اصطلاح اینا رو آمار رو گفتم، شرکت هایی که بزرگتر هستن، یعنی موقعی که متولد میشن بزرگتر متولد میشن، نرخ شکستشون کمتره. اینجا گفته که توی 3 سال اول شرکت هایی که بین 1 تا 4 تا امپلوی داشتن به اصطلاح 23% نرخ فیلیر داشتن، این نرخ شکست داشتن، در صورتی که اگر بین 20 تا 99 تا امپلوی داشتن این نرخشون به 14% اصطلاح کم شده و حدود 57% از به اصطلاح فرم هایی که بین 1 تا 4 تا امپلوی داشتن بعد از 10 سال شکست خوردن، ولی این نرخ برای شرکت هایی که بالای 20 امپلوی داشتن 50%، یعنی 7% کمتر بوده. به طور کلی میگه که این تحقیق میگه که نرخ شکست شرکت هایی که بزرگتر تشکیل میشن از شرکت هایی که کوچکتر تشکیل میشن کمتر هست. خب اینجا هم بحث به اصطلاح بانکراپسی رو مطرح کرده. این اطلاعات که آوردم از سال 2019 هست، از Insolvency Statistics هست در کانادا، که در سال 2019 140,000 تا 140,800 Insolvency فایل شده. Insolvency یعنی عدم توانایی برای پرداخت بدهی ها، که البته این مال شرکت ها نیست، برای شرکت ها خیلی زیاده، این برای اشخاص و شرکت هاست کلن تعدادی که سد شده. به طور کلی هر ساله در کانادا یه متوسط هست، متوسط حدود 7,000 بیزنس در کانادا هر سال ورشکست میشن. خب اینجا من میخوام یک تحقیقی رو براتون به اصطلاح در مورد صحبت بکنم در خصوص اصطلاح یک سروی که استاتیستیک کانادا انجام داده، اداره آمار کانادا انجام داده. این تحقیق یک مقدار قدیمی هست ولی همچنان من دیدم که اطلاعاتش به کار میاد و فکر نمی کنم خیلی تغییری کرده باشه. اما قبل از اینکه اینجا رو ادامه بدیم، من اجازه میخوام چت باکس رو نگاهی بکنم، نمیدونم آقا هادی هم نگاه کرده یا نه، اگر سوالی چیزی هست تا اینجا سوالا رو جواب بدیم، یا اگه کسی سوال داره من الان میتونم سوالا رو تا اینجا جواب بدم و از اینجا باز دوباره ادامه بدیم. بله سلام علیکم، خسته نباشید آقای تجلی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. سلام علیکم، خیلی ممنون از توضیحات مفیدتون. من در خصوص اون اسلاید رنکینگ یه سوال داشتم از حضورتون. بله، که ایران رو با کانادا مقایسه کردیم، من دقیقا متوجه نشدم مثلا در بحث مربوط به اسلاید بعد از این اگه لطف کنی. بعدش بله همین اسلاید، مثلا در بحث گتینگ الکتریسیتی که در مورد ایران فرمودید 700 و خورده ای بود، 797% بود تقریبا، بله 746% بود کاستش. بله کاستش، بله، یعنی اینکه در واقع 7 برابر این کام، من اینو درست متوجه نشدم منظورتون چیه. و یه سوالم در خصوص اون بحث پین تکسس داشتم، یعنی اینکه در واقع
میزان تکسی که تعلق میگیره به بیزینس رو بررسی میکنه یا اینکه ایز پرداخت کردنش رو؟ این دوتا رو من متوجه نشدم. خواهش میکنم. سوال اولتون این کاست رو میگه درصد از این کامپر کپیتال میشه درآمد سرانه. درآمد سرانه میشه میزان درآمد ناخالص یا تولید ناخالص ملی یک کشور تقسیم بر تعداد جمعیتش. میگه که هزینه‌ای که بخوایم برای دسترسی به الکتریسیته داشته باشیم در کانادا 116% هست نسبت به این کام. یعنی که اگر این کام پر کپیتای مثلا کانادا فرضاً، حالا من مثالی میزنم نمیدونم الان چنده، $1,000 باشه، برای دسترسی به الکتریسیته هزینش $160 هست. 116 یا 1.16 رو برابر. این رقم در ایران 746 هست. یعنی که اگر درآمد سرانه ایران مثلا 100 باشه، باز میگم نمیدونم و مثال دارم میزنم، اگر 100 باشه 7.5 برابرش یا به اصطلاح میشه $7,460 میشه، ببخشید $746 میشه اون هزینه‌ای که برای دسترسی به الکتریسیته است. این رو اومده با درآمد سرانه سنجیده. در خصوص بحث پین تکس عامل‌های مختلفی رو گفته. یکی بحث به اصطلاح پیمنت رو گفته که به اصطلاح که چند روز در واقع این پیمنت طول میکشه برای مثلا هندل کردنش در کانادا نسبت به ایران، که کانادا مثلا 8 ایران 20 بود. تایمی که شما باید بگذارید برای اینکه بیز اون مالیات رو فایل بکنید به طور کلی برای بیزنس ها حدودا 131 ساعته در کانادا و این در ایران 216 ساعته. یعنی یک بیزنس 131 ساعت وقت میبره برای اینکه بحث‌های مربوط به فایل کردن مالیاتش براش وقت میبره. و این total tax and contribution rate هست. میگه به طور کلی میزان تکسی که به طور متوسط شما پرداخت میکنید چند درصد از سود شرکت هاست، که در کانادا حدود 24% هست میزان تکس پرداختی و این در خصوص ایران 44% از درآمد یا از اون سود اون شرکت هست. و به اصطلاح پست فایلینگ ایندکس میشه به اصطلاح ایندکسی که بعد از این که شما مالیاتتون رو فایل کردید، چون نیاز دارید به یک سری موارد دیگه‌ای که از دولت پس بگیرید، مثلا کسایی که HSTGST مثلا اینجا پرداخت بکنن میدونن میتونن HST-GST به اصطلاح پرداختیشون رو از دولت پس بگیرن. اگر کسای GST-HST طلب کار بشن آیا راحت بهشون دولت پس میده یا بهشون پس نمیده، اگر کسی ریفاند مشمولش بشه راحت میتونه ریفاندشو بگیری یا نه. اینجا ایندکس داده از 0 تا 100، یعنی اگه 100 باشه کامل 0 باشه یعنی که خیلی وضع خرابه. کانادا 73 هست، ایران بحث پست فایلینگ ایندکسش 19 است. یعنی که شما مالیاتی که دادی اگر بعدش نیازی داشتی به هر چیزی بعد از پست فایلینگ چیزی باید از دولت بگیری یا نمیدونم ادجاستی باید بکنی، رنکینگ ایران 19 در این زمینه و رنکینگ نسبتاً پایینه. عجب، خیلی این جالب بود، ممنونم از توضیحتون. من فکر کردم در واقع بیزینس‌ها توی ایران تکس کمتری نسبت به کانادا پرداخت می‌کنن، پس دقیقاً برعکسش. ببینید دقیقا اونجا بیشتر تکس پرداخت میکنن نسبت به پروفیتشون. البته یه نکته هم بهتون بگم، اینها آمارهای رسمی هست که ورلد بانک میگه. ورلد بانک میدونید که آمارهاش رو از کی میگیره؟ از دولت‌ها میگیره، از جامعه نمیگیره. خب این بر اساس آمارهایی هست که دولت ایران ارائه کرده، مثلا گفته ما از میزان شرکت‌ها از سود شرکت‌هامون اینقدر بوده و ما اینقدر مالیات، ولی اینکه حالا یک سری شرکت‌هایی هستن زیرزمینی‌ان مالیات نمی‌دن، اقتصاد سیاه اونجا زیاده، اونها در این محاسبات نمیاد. شاید وقتی که ما در مورد ایران فکر می‌کنیم که ایران مالیات کمتر میدن، شاید اون بحث اقتصاد سیاه رو داریم روش بحث می‌کنیم. بله، خیلی متشکرم.
خب دوستان دیگه سوال، من نمیدونم کجا میتونم ببینم آقا کاوه که دوستانی سوال دارن یا ندارن، یا اصلا تو چت باکس سوالی پرسیده شده یا نه. ببینم، آها دیدم، پیدا کردم، کسی دستش بالا نیست ظاهرا. خب پس چت رو هم من ببینم که کسی سوالی داره توی چت، اگر بتونم پیدا کنم چت رو. هنوز بعد از این همه جلسات آقا کاوه هنوز چیز نشدم، من به چت باکس رو پیداش نمیکنم. نیست، خیلی پس اگه نیست که بریم. بسیار خوب، خب ما بیاییم سر این سوال که چرا بیزنس ها شکست میخورن. تا اینجا آمارها رو دادیم، فضای کسب و کاری رو دیدیم، الان وارد این میشیم که چرا بیزنس ها شکست میخورن. استاتیستیک کانادا یک سروی خیلی مفصلی رو انجام داده که خیلی هم زیاد هست، من لینکش رو گذاشتم اگه دوستان خواستن ببینن. یک مقدار قدیمی هست ولی همچنان این ارزشمنده. اومده گفته دو تا عوامل رو، نتیجه تحقیقشون، نتیجه سرویشون رسیده به دو تا عامل. گفته یک سری عوامل بیرونی هست، یک سری عوامل درونی که باعث ورشکستگی شرکت ها میشه و بیزنس ها میشه. عوامل بیرونی رو تعریف کرده به این شکل، یا عواملی که بهش رسیده، بیشترین به اصطلاح اسکور اکنامیک داونترن داشته، یعنی مشکلات اقتصادی یا اون داونترن ها یا اون چه میگن رکود های اقتصادی هست. بحث بعدی کامپتیشن هست، در اقتصاد کامپتیشن به اصطلاح بالا رفته و باعث شده که شرکت ها نتونن تو کامپتیشن با همتاهای خودشون رقابت بکنن و از گردونه به اصطلاح خارج شدن. کاستومر دیفیکالتی هست، مسائلی که مرتبط با کاستومرها بوده، مشکلات با سمت مقابل بوده، سمت داخل نبوده، از اون ور بوده. حالا این مشکلات میتونه متعدد باشه، مثلا شرکتی بوده که کاستومر خاصی داشته، اون کاستومر دوچار مشکل شده، این هم نتونسته دیگه فروش داشته باشه، یا مثلا همون داونترنه باعث شده که مثلا کالای لوکس مثلا یه شرکتی تولید میکرده، درآمد مصرف کننده ها کم بشه، در نتیجه مصرف کننده ها نتونن دیگه بیان به سمت اون کالا. مسائلی که عمدتا سمت کاستومر بوده. مارکت کاندیشن عوض شده، یا تکنولوژی عوض شده، یه اتفاقاتی افتاده که شرایط بازار رو تغییر داده، یا مثلا کرونا ویروس اومده یا شرایط عوض شده، این باعث شده یه سری شرکت ها برن بیرون، یا اتفاقاتی از این دست. تغییر قوانین دولتی هست، قوانین و مقررات دولتی باعث شده که اصطلاح تغییرش یک سری شرکت ها رو دچار ورشکستگی بکنه. یک سری اتفاقات غیر قابل پیش بینی هست برای یک شرکت. حالا اون کرونا ویروس شاید مثلا غیر قابل پیش بینی برای کل اقتصاد، ولی این برای یک بخش، برای یک صنعت هست. مشکلاتی که در تأمین هست، فرضاً یک شرکتی داره یک کاری انجام میده، نیاز داره که مثلا یک سری قطعات، یک سری مثلا وارداتی رو مثلا از یک محصولی از چین داشته باشه. خب با اونجا مثلا یه مشکلی به اصطلاح پیش میاد و اون ساپلایر دچار مشکل میشه و نمیتونه شما رو تامین بکنه و بیزنس شما دچار مشکل میشه. تغییرات تکنولوژیکی هست و بحث‌های مربوط به کارکنان هست که خوب کار نمی‌کنن یا فراد انجام میدن. خلاصه عملیاتی که مربوط به تقلب‌هایی است که کارکنان می‌کنن و قوانین مقررات مربوط به مثلا بازار کار هست که این عوامل رو به عنوان اکسترنال فاکتور گرفته، عوامل بیرونی خارج از اختیار یک شرکت، یک بیزنس دیده. اما عواملی که در اختیار شرکت هست، مهمترینش گفته که جنرال منیجمنت، اون مشکل مدیریتی بوده، و فاینانشال منیجمنت، مدیریت مالی.
ما این به اصطلاح به جای بحث مدیریت مالی رو من یک مقداری تو اون بحث‌های به اصطلاح جای خودش میگم، به ویژه یک سکشنی رو فقط برای این گذاشتیم در موردش حرف میزنیم که بسیاری از علت‌ها که حالا ما میبینیم در ادامه باز ما بحث میکنیم این فاکتورهای دیگر رو برای علت‌های شکست بیزنس‌ها، ببینیم که این عامل بسیار مهمیه و همچنین ضعف مدیریت یا هم جنرال منیجمنت. این دوتا واقعا دوتا از عوامل بسیار بسیار مهم هستن در کانادا که باعث ورشکستگی یک شرکت یا شکست یک شرکت میشن، نگیم ورشکستگی. بحث‌های مربوط به مارکتینگ هست، اینکه بیزنس یا انترپرنور نتونه خوب بیزنس رو در واقع مارکت بکنه، محصولاتش رو نتونه خوب مارکت بکنه. بحث های مربوط به تولید و اون بحث های عملیات هست، موارد مربوط به عملیات هست که باز در شیوه تولید و شیوه عملیات هست. بحث های مربوط به اینویشن هست، نوآوری هست، استراتژی هایی که در نوآوری هست که باز اینا همه درونی هست، در داخل شرکت شکل میگیره، که من خیلی این حوزه رو واردش نمیشم چون این حوزه اینویشن با اینکه مورد علاقه من هست و تخصص من هست فکر میکنم به اینجا ارتباط پیدا نمیکنه. حالا اگر بعدها شاید با دوستان پند و کاویجان صحبت کردیم، اگر علاقه مندی بود مثلا دوره های در خصوص انترپرنورشیپ بذاریم. من از ابتدا که تا این دوره رو شروع کردم در خصوص اسمش بس داشتم که حالا بذارم انترپرنورشیپ پروگرام، دیدم نه این انترپرنورشیپ نیست، شما قرار نیست اینجا آموزش انترپرنورشیپ بدیم، ما اینجا قراره که راجع به یک راه اندازی کسب و کار و اون اسنشال هایی که براش نیاز هست حرف بزنیم، ولی انترپرنورشیپ خب بحث های مربوط به اینویشن استراتژی میره تو اونجا در واقع قرار میگیره و اون آموزش های انترپرنورشیپ که کاملا بحثاش مجزا هست. بحث های باز مربوط به هیومن ریسورس هست که خیلی باز این رو هم واردش نمیشیم، ولی در یک جاهایی ما یک توضیحاتی در مورد این میدیم که اصطلاح چه اقداماتی میشه کرد که در زمینه هیومن ریسورس موقعیت بهتری رو اون بزنسمن یا اون بزنس داشته باشه، ولی خیلی واردش نمیشیم قضیه رو. خب اون اطلاعاتی که دیدید اطلاعات مربوط به استاتکن بود، اداره آمار کانادا بود. حالا یک سری من علتهایی رو از مجله فوربس استخراج کردم که میدونید یک مجله فوربس یک مجله بسیار معتبری هست که در خصوص بیزنس تحقیقات خوبی رو معمولا انجام میده. در یکی از گزارش هاشون 10 تا علت عمده رو برای اسمال بیزنس ها گفتن، شکست اسمال بیزنس ها، بیزنس های کوچیک گفتن. البته این برای کانادا نیست، این 10 تا کاز کلی هست، بحث کانادا فقط نیست. خب بیشترین درصد رو که 42% اینها بهش رنک دادن، بهش رتبه دادن، مربوط به نو مارکت نیدز هست، یعنی که محصولی که بیزنس تولید کرده بازار نیازی بهش نداشته. این یعنی چی؟ یعنی که بیزنس از ابتدا نیاز بازار رو اشتباه ارزیابی کرده، که این رو ما در جلسه بعدی مقدار در موردش صحبت می‌کنیم. ران اوت آف کش، یعنی که مشکل مالی، مشکل نقدینگی می‌خوره شرکت. رنکینگش دوم بوده، 29% بوده. Not the right team، مشکل به اصطلاح نبود یک تیم درست، که این مشکل بزرگی است. بسیاری از بیزنس های کوچیک در این حوزه دچار مشکل میشن که در تحقیق اون استاتکن هم بود که بحث به اصطلاح هیومن ریسورس اونجا هم به عنوان یک مسئله عنوان شده بود. got out competed، یعنی که نتونید تو رقابت دووم بیاره و از گردونه رقابت بندازنش بیرون، که در اونجا هم دیدیم که جزء یکی از آیتم ها بود. Pricing and cost issue، شیوه قیمت گذاری اشتباه و بحث مشکلات در زمینه هزینه هاست که این هم مسئله مهمی هست که با اون آیتم دوم اگر
با هم بذاریمش و حالا فکر کنم یک آیتم دیگه هم احتمالاً داریم، نه نداریم اینجا، ولی فکر کنم تو بعدیا داریم، برمیگرده به همون بسیار مشکلی که در آیتم قبلی دیدیم تحت اون فاینانشال منیجمنت، مشکل بسیار مدیریت مالی هست. این و آیتم شماره دوی اینجا بحث مشکل مدیریت مالی هست که بیزنس های کوچیک باش مواجه هستن. User unfriendly product، وقتی که محصول شما user friendly نباشه، باش راحت نباشن مشتری ها. Product without a business model، وقتی که محصول شما بیزنس مدل نداشته باشه. بیزنس مدل رو جلسه بعد کامل در موردش صحبت میکنیم، بسیار بسیار مهمه و ما فکر کنم نصف جلسه پایندم رو در خصوص بیزنس مدل و در طول این 10 جلسه هم باز در مورد بیزنس مدل صحبت خواهیم کرد. پور مارکتینگ در قبلی هم بود، جزء عوامل مهم بود، اینجا هم هست و اینکه مارکتینگ خوبی رو نداشته باشید. ignore customer، اینکه مشتری هاتون رو صداشون رو نشنوید، نتونید بفهمید که نظر مشتری چیه. یک محصولی تولید میکنید، بعد محصول رو میفرستید به بازار، بعد دیگه دنبال این نیستید که ببینید مشتری نظرش نسبت به محصول چیه و مشتری رو نادیده میگیرید. و product miss time هست که اینم مسئله مهمیه، اینه که شما پروداکتتون خوبه ولی در زمان مناسب پروداکت رو به بازار عرضه نمی کنید. بعضی زود پروداکتشون رو وارد بازار می کنن، بعضی دیر وارد بازار می کنن. در هر دو موردش باعث شکست میشه. خب حالا مثلا بحث علتهای شکست بیزنس رو ازش بگذاریم، وارد بشیم به یک مقوله دیگه‌ای که مرتبط هست با ایمیگرنت ها. اون مقولاتی که ما گفتیم ارتباطی به ایمیگرنت ها نداشت، این چالش هایی بود که همه بیزنس ها باش مواجه بودن، سرکندش رسیده بود، فوربس بهش رسیده بود. اینجا چالش هایی هست که به اصطلاح آنترپرنورهایی که ایمیگرنت هستن دارن. این تحقیق رو من خودم انجام دادم و در واقع پایان‌نامه کارشناسی ارشد من بود در دانشگاه کارلتون و فوکس من روی چالش ها و راهکارهایی برای اینکه ایمیگرنت آنترپرنور ها یا حالا بهش میگیم ترانس نشنال آنترپرنور، ما اون رو گفتیم، بتونن بیزنس هاشون رو طوری راه اندازی بکنن که در جامعه کانادا بتونن لجیتیمسی بگیرن. لجیتیمسی یعنی که بتونن خودشون رو ثابت بکنن در چشم مخاطبینشون. و خب اینجا ما یک مطالعه خیلی خوبی رو انجام دادیم و تمرکزم بر بیزنس های ایرانی بود، اما خب این چالش ها فقط چالش های ایرانی ها نیست، چالش هایی بود که برای کل ایمیگرنت آنترپرنور ها بود و اینها رو ما با یک شیوه های هم رنکینگش رنک بش دادیم و هم اسکور که حالا اینجا با هم دیگه میبینیم ببینیم که به اصطلاح چه چالش هایی رو ایمیگرنت آنترپرنور ها باش مواجه هستن که این چالش ها مختص ایمیگرنت هاست، شاید غیر ایمیگرنت ها یا این چالش رو ندارن یا اگه دارن رنکینگش با رنکینگش برای با رنکینگ به اصطلاح ایمیگرنت ها فرق میکنه. اولین چالشی که اغلب داشتن در نمونه‌هایی که ما بررسی کردیم عدم آشنایی با محیط کسب و کاری کانادا است و یا شاید بهتر بگیم ترس از محیط کسب و کاری کانادا، چون آشنا نیستن از این محیط میترسن، محیط کسب و کار، و همین یکی از چالش‌هایی است که اغلب وقتی میخوان وارد کسب و کار در کانادا بشن با این چالش مواجهن. آقا ما نمیشناسیم سیستم رو، قوانین اینجا رو ما نمیشناسیم و این یکی از مقولاتی هست که باعث میشه که دوره‌ای که افراد وارد میشن به کانادا تا اینکه تصمیم میگیرن تبدیل بشن به آنترپرنور یا بیزنس خودشون راه بندازن، دوره‌ای میشه که مقدار طولانی میشه، 3 تا 5 سال میشه. ولی اگر از ابتدا بتونن به روش‌های خودشون رو با این بیزنس انوایرمنت آشنا بکنن، ترسشون بریزه نسبت به این بیزنس انوایرمنت، میتونن سریعتر وارد بشن. اسکورش رو میبینید 40 و
9 هست. حالا این اسکورها از چه جهت اهمیت دارن؟ ما اینجا رنکینگ ها رو از سمت چپ میدیم، اسکورها رو سمت راست. مثلا ممکنه که اسکور رنگ 1-2 فاصله شون با رنگ 2-3 یک اندازه نباشه. شما از طریق اسکور میتونید بفهمید که این رنکینگ ها بسیار چقدر به هم نزدیکن. آیا واقعا یک فاصله بین 1-2 رنگ 1-2 با فاصله بین رنگ 2-3 یکی هست یا نه؟ دومین چالشی که در واقع باش مواجه هستن بحث دسترسی به فاندینگ هست، دسترسی به منابع مالی هست برای راه اندازی بیزنسشون، که این هم سکور نسبتاً بالایی داره، 45 هست و فاصلش با سکور قبلی خیلی زیاد نیست و این هم عمدتاً بخشش عدم شناخت از شیوه های تأمین مالی در کانادا هست. خب یکی از مواردی که باز به عنوان یک چالش مطرح میشه این که ساختن نتورک. شما وقتی میخوای یه بیزنس راه بندازی نیاز داری به نتورک، نیاز آدمهایی رو بشناسی، چه ساپلایرها رو از یه سمت باید بشناسی، از یه سمت باید رقبات رو بشناسی، از یه سمت باید مشتریهات رو بشناسی و اینها نیاز به نتورک داره. شما انسانهایی رو، افراد رو نیاز دارید که بتونید در واقع از طریق اونها دسترسی پیدا بکنید به اون ریسورس هایی که نیاز دارید، هم از تامین مالی هست. مثال میزنم، شما وقتی در ایران میخواید مثلا یه بیزنس راه بندازید، خب از فرزن اگه از بچگی اونجا بزرگ شده باشید یا نگاه میکنید اه فلان هم کلاسیتون مثلا فلان جا الان تو بانکه، یه زنگ بهش میزنید من وام میخوام باید چیکار کنم، یا مثلا میگه فلان مثلا همسایه‌تون تو همین زمینه داره کار میکنه، میرید میپرسه خب من میخوام این کار انجام بدم، تو چه توصیه برای من داری؟ ولی ساختن این نتورک در یک کشور جدید کار ساده‌ای نیست و خب حالا بحثای ما خواهیم داشت، بحث اکوسیستم، راه اندازی کردن یک اکوسیستم برای اینکه نتورکتون رو بسازید بسیار مهمه و فعالیت‌هایی که حالا این به اصطلاح immigration settlement ها میتونن انجام بدن برای بیزنس اونرا، یکی بحث نتورکینگ هست که خیلی روش تاکید میشه. مثلا همین فرزن پند یکی از کارهایی که میتونه بکنه اینه که کمک بده به بیزنس اونر ها یا انترپرنور ها در اون نتورک کردن، برای اکسپند کردن نتورکشون، و این کار رو به نظر من خیلی هم خوب انجام بده. مثلا همین گروهی که الان ما در اوتاوا داریم که به همت دوستان پند به اصطلاح انجام شده، شما خیلی راحت میتونید خیلی دسترسی راحتی داشته باشید به افراد تو برخی از زمینهایی که نیاز دارید و در واقع نتورک ساختن شما رو بسیار راحت تر کرده. ولی خب همیشه یک چالش هست این ساختن نتورک برای یک نیو ایمیگرانت نسبت به کسی که اینجا بزرگ شده. خب عامل بعدی لنگویج بریر هست. با اینکه خیلی از زبانهاشون خیلی خوبه، ولی همچنان به ویژه توی به اصطلاح بحث‌های بیزنسی یه بریرهایی رو حس میکنن. مثلا میخوان توی فارمی برن، میخوان توی یک همایشی برن، یه جایی برن، یک میتینگی برن که مال بیزنسشون هست، شاید اون لنگویج بریره باعث بشه که نتونن افکتیو کامیکیت بکنن اونجا. این یکی از مواردی است که اگر نگاه بکنید اسکورش رو هم با اون بیلدینگ نتورک تقریبا برابر دادن و در واقع رنکینگش رو میتونید هر دوش 3 هست یا مثلا 3-4 در واقع یکی از رنکینگشون. خب یکی از مشکلات این هست که بتونن یک بیزنس پلن و مارکتینگ پلنی رو بنویسن که برای اینجا افکتیو باشه. وقتی به بانک میبرن بانک ازشون قبول بکنه. وقتی که به اون مؤسساتی که کمک مالی میدن به بیزنس اونرها این رو میبرن اونجا بهشون بابت اون بیزنس پلنشون کردیت بهشون بده. و این به اصطلاح موردی هست که ما اینجا خیلی روش میپردازیم بهش و توضیح میدیم که بیزنس پلن چه فاکتورهایی باید داشته باشه برای اینجا.
و بحث دیگه بحث مارکت هست و کامپتیشن. خب میدونید اقتصاد اینجا اقتصاد آزاد هست، کامپتیشن بسیار بالاست، خیلی جایی که شما میخواید وارد بشید، وقتی خواهید وارد بشید این شرکت ها خیلی بزرگ وارد شدن، و اینکه شما بتونید مارکتتون رو درست بشناسید یا به اصطلاح اینجا نیش مارکتتون رو درست بشناسید و بتونید رقابت بکنید با اونها، این یک چالش بوده برای بعضی ها، برای بعضی از آنترپرنورها، و سکوری هم که بهش دادن 31 بوده. بحث تفاوت فرهنگی هست، بحث مهمی هم هست و اختلاف زیادی هم با اون آیتم قبلی نداره، و این هم همیشه یک مشکل هست برای به اصطلاح اون نیو ایمیگرنت ها که خیلی چیزها رو ممکنه با کالچر خودشون بخوان بسنجن، در صورتی که کالچر کانادایی ممکنه اونجا یه مقدار متفاوت باشه. یک مدتی طول میکشه تا این تفاوت‌های فرهنگی رو شناسایی بکنن و بتونن بر اون مبنا در واقع حرکت بکنن، به ویژه در زمینه فروش. در زمینه فروش این کالچورال دیفرنسز بعضی موقع خیلی مهم میشه. به همین خاطر مثلا شما میگید در یک جوامعی که به اصطلاح گروه‌های ایمیگرنت زیاد هستن، میبینی که ایمیگرنت آنترپرنورها ترجیح میدن با خودشون کار کنن. مثلا میرید تورنتو، میبینید مثلا گروه ایرانی ها بیزنس هایی که راه میاندازن کاستومر هاشون بیشتر ایرانی هن. چرا؟ چون فرهنگ ایرانی رو میشناسن و سیلز در کامیونیتی ایرانی رو راحت تر براشون هست تا سیلز مثلا در کامیونیتی غیر ایرانی. و اون که کامیونیتی عرب هست میره تو عرب ها مثلا سعی میکنه که بازاریابی بکنه. چرا؟ چون کالچر اون عرب ها رو بهتر میشناسه و به همین ترتیب بقیه موارد. پس این کالچرال دیفرنسز بعضی موقع یه چالش میشه به ویژه در حوزه فروش. خب شما یکی از مشکلاتی که خواهید داشت که البته رنکش خیلی اسکورش خیلی بالا نبوده، عدم آشنایی با محدودیت های قانونی و همچنین با اون قوانین یا مقررات بانکی و با بانک های اینجا برای تامین مالی و سایر موارد، که میگم خیلیش رتبش هم پایین است، هم رنک بالایی بهش ندادن، سکور بالایی بهش داده نشده، ولی در هر صورت یکی از نگرانی های یکی از چالش هایی بوده که مطرح شده. یکی دیگه از چالش هایی که مطرح شده lack of strong tie هست. گفتن که بعضی از آنترپرنورها علت این که اینجا بسا یه چالشی که دارن که حس میکنن نسبت به اینجا اون علقه و تای قوی ندارن نسبت به این کشوری که نسبت به کشور قبلیشون داشتن. مثلا اونجا اگر با جون و دل فکر میکردن باید کار بکنن، اینجا اون حس رو ندارن نسبت به این جامعه. البته میگن اینم رنکش به اسکورش پایینه، و این اسکور پایین یعنی که تعداد افرادی که این رو قبول داشتن به عنوان یک چالش پایین بوده. و دیسکریمینیشن هست که این هم باز من چیزی که خودم برداشت کردم در این تحقیق این بود که این دیسکریمینیشن شاید بعضی موقع نمیدونم شاید تصور ما از دیسکریمینیشن، این تصور اون افراد از دیسکریمینیشن بوده که حس کردن که نسبت بهشون داره تبعیض اتفاق میفته و همین رو یک چالش دیدن، گفتن نه این جامعه نسبت به من تبعیض‌آمیز نگاه میکنه. مثلا اگر من بخوام برم مثلا وام بگیرم با یک کانادایی بخواد بره با اون راحت تر کنار میاد، یا اگر من بخوام برم فاند بگیرم با یک کانادایی بخواد بره فاند بگیره با اون راحت تر کنار میاد. این هم بوده، ولی میگن اینم اسکورش بسیار پایین بوده، پایین ترین اسکور رو گرفته و به همین خاطر رنکینگش هم جزو رنک های بسیار پایین بوده. من تقریبا خودم فکر میکنم رنکینگ زیر 30 به بعد رو خیلی به عنوان من چالش نمیبینمش. خب اینجا باز همون موارد هست که من در یه قالب دیگه آوردم. همینطور که میبینید بزرگترین چالشی که مطرح شده بحث عدم آشنایی به بیزنس انوایرمنت هست، که ما سعی میکنیم در اینجا تا یه حدودی این رو تو این دوره بازش بکنیم، و دوستانی که تا 10 جلسه رو با ما باشن آشنایی با اون انوایرمنت بیزنسی کانادا رو داشته باشن. بقیه موارد مثلا دسترسی به فاند هست، این رو روش ما تمرکز میذاریم، رنکینگش هم بالا هست. بیلدینگ نتورک هست،
خیلی روش کار نمی کنیم، ولی خب شاید بتونیم از طرق دیگه مثلا این رو موتیویت بکنیم که یا روش های دیگه دوستان دیگه بیان این رو پوشش بدن، این قضیه رو به عنوان یک چالش که چالش مهمی هم هست. و بحث های مربوط به زبانی هست که خیلی واردش نمیشیم، لنگویج بریر هست، ولی خب شاید مثلا یه مقدار کوچیکی بهش بپردازیم، ولی عمدتا حوزه اسکوپ دوره ما نیست که بهش بپردازیم. و بحث پرپرینگ مارکتینگ پلان هست، افکتیو مارکتینگ اند بیزنس پلان هست که فوکس اصلی ما در این دوره در واقع روی این خواهد بود. خب حالا میایم بحث رو عوض میکنیم، ببینیم که اون چالش ها رو داشتن این نیو میگرانت ها، آنترپرنور هایی که من بهشون میگم ترانسنشنال آنترپرنور. ترانسنشنال آنترپرنور یعنی که آنترپرنور هایی که وارد کانادا شدن از یک کشور دیگه، اما همچنان خودشون رو با کالچر قبلیشون گره زدن. یک سری میان خیلی سریع خودشون رو قطع میکنن با کالچر قبلیشون، وارد جامعه اینجا میشن، اونها رو بهشون میگن ایمیگرانت آنترپرنور. ایمیگرانتن ولی ترانسنشنال نیستن، همچنان اون تایشون به اون به اصطلاح نشنالیتی قبلیشون همچنان برقرار هست اون ترانسنشنال ها، و به همین خاطر ترجیح میدن که یا با کشور خودشون، مثلا بیزنس هایی که فکر میکنن همش یه سمتش به سمت کشور خودشونه، ترانسنشنال ها همش دارن فکر میکنن خب من یه بیزنسی را بندازم که مثلا یه چیزی رو بفرستم ایران، یه چیزی از ایران بیارن، یا مثلا میگن یه خدماتی رو را بندازم که به ایرانی های مثلا مقیم کانادا کمک بکنم، یا نمیدونم با ایرانی های کشور دیگه کار بکنم و مواردی از این دست. در هر صورت یا سعی میکنن اینجا به کانادایی ها سرویس میدن از بکراند های یا ساپورت های ایرانیشون استفاده بکنن، که اینها همه در اون کاتگوری ترانسنشنال ها قرار میگیرن، نسبت به مثلا یک زیر مجموعی هستن از ایمیگرانت آنترپرنور ها. خب حالا ببینیم که این ایمیگرانت آنترپرنور ها یا ترانسنشنال آنترپرنور ها اگر بخوان برن سراغ یک بانک، این بانکه چه چیزی براش مهمه، چه جوری میتونن لجیتیمیسی خودشون رو نشون بدن. لجیتیمیسی یعنی که خودشون رو نشون بدن، ثابت بکنن خودشون رو، یا این لجیتیمیسی معنی لغویش میشه مشروعیت، ولی اینجا شاید بحث مشروعیت نباشه، بحث اینه که بیزینس خودتون رو چه جوری در مقابل یک بانک بتونید نشون بدید که این بیزینس بیزنسی هست که به اصطلاح در آینده میتونه به اصطلاح بدهی شما رو بازپرداخت میکنه. ببین بانک ها به چیه شما نگاه میکنن وقتی که میخوان شما رو ارزیابی بکنن. اولین چیزی که نگاه میکنن این است که نگاه میکنن که other people چقدر پول توی بیزنس شما گذاشتن، other investors، دیگران چقدر به شما اعتماد کردن. اینوستمنت شما مهمه، ولی براشون اینوستمنت دیگران مهمتر از اینوستمنت شماست. اولین چیزی که براشون مهمه اینه که بقیه مردم، ببخشید بقیه سرمایه گذارا، اصلا شما تونستید کسی رو قانع کنید که باهاتون همکاری کنه و بهتون پول بده؟ اینوستور دارید شما یا ندارید؟ اگه دارید خیلی خوبه، بانک بهتون اعتماد میکنه، میگه شما تونستی یه اینوستور دیگر رو قانع بکنید، پس این خودش یه اثر بسیار مثبتی داره، اسکورش هم بالاست، 40. خب in the production phase، یعنی که میگه شما شروع کرده باشید تولید رو، به فاز تولید رسیده باشید، یا اینکه بیزنستون ران شده باشه، ولی اگر فاز تولید باشید و در حال تولید محصول و ارائه محصولتون باشید، شما بانکه بهتون نگاه بهتری داره. خب کردیت هیستوریتون رو نگاه میکنه، باید کردیت هیستوری و کردیت اسکور خوبی داشته باشید. ما در این زمینه صحبت میکنیم در بخش فایننس، من در خصوص چگونگی که شما کردیت هیستوریتون رو درست بکنید و اینکه کردیت هیستوریتون رو بالا نگه دارید یک صحبتی رو خواهم داشت.
رنکشن نگاه میکنید، اسکورش ببینید با اسکور بالا یکیه، در نتیجه من رنکشن دو گذاشتم. باز چقدر خودتون سرمایه میذارید؟ شما پول خودتون رو چقدر در خطر قرار میدید؟ براشون ارزش داره، یعنی این رو بهش مثبت نگاه میکنن، میزان سرمایه که شما خودتون میذارید. لون سکیوریتی، چقدر شما وثیقه یا سایر سکیوریتی مثلا ضامن دارید، کسی میاد ضامنتون بشه، یا وثیقه ای دارید، چیزی دارید که وثیقه بذارید به عنوان آیتم بعدی. حالا من تا 5 گذاشتم، ولی خب اگه اونا رو 2 بگیریم میشه 3، ولی من اون 2 اون 3 تا 2 رو در واقع 2 و 3 و 4 گرفتم و اینجا شد رنک 5. ولی خب نگاه میکنیم اسکورش نزدیکه، اسکورش با اسکورهای بالایی نزدیکه، پس لون سکیوریتی برای سیستم بانکی اینجا مهمه که حالا شما یه گارانتور داشته باشید یا کلاترال داشته باشید، وثیقه داشته باشید. خب آیتم بعدی strong business and marketing plan هست. چقدر اهمیت میدن؟ سیه، باز بهش اهمیت میدن. شما باید یک مارکتینگ پلن و یک بیزنس پلن قوی داشته باشید که برید سراغ یک بانک. با یک بیزنس پلن ضعیف شما نمیتونید در مقابل یک بانک حرفی برای گفتن داشته باشید. چقدر به بک‌گراند شما اهمیت میده؟ خب اهمیت میده. آیا بک‌گراند شما و تیمتون، آیا این مرتبط هست با بیزنسی که دارید انجام میدید یا نیست؟ این رو بهش سکور 27 میده و هفتمین آیتمی هست که براش مهمه. و اینکه شما چقدر به اصطلاح مالیات پرداخت کردید و هیستوری مالیاتتون چقدره، سکور بعدی بهش نمیده، 22 میده بهش. و نسبتاً هم رنکینگش پایینه، ولی خب نسبت به سکورش مهمه. تعداد کسایی رو که شما استخدام کردید، چند نفر کارمند دارید، مهمه براشون این هم با سکور 20. و اینکه آیدیاتون چقدر آیدیای نوآورانه ای هست، آیا آیدیای خیلی خوبی رو دارید پروموت میکنید؟ خیلی برای بانک مهم نیست واقعیتش، اسکوری بهش ندادن، اسکور پایینی بهش دادن، ولی خب در صورت جز مواردی بوده که بررسی شده اینجا. حالا بیاین ببینیم که اگر شما بخواید که با یک گورنمنت ایجنسی صحبت بکنید، چه چیزهایی رو اونها ملاک قرار میدن. برای چی با گورنمنت ایجنسی صحبت میکنید؟ برای که فاند بگیرید. یک سری از گورنمنت ایجنسی ها هستن به شما کمک میدن، حالا کمک هاشون ممکنه این کایند باشه، ممکنه مالی باشه. مثلا سیتی آف اتاوا یه کمکی میده به برخی از بیزنس ها، بیزنس های نوپا اگه یک شرایط رو داشته باشن. مثلا میگه من 50% هزینه مخارج مثلا پرسنلی تو میدم، یا یه کمک های دیگه ای میده، فضا میده، نمیدونم یک کمک هایی رو میکنه، یا مثلا اینوست اتاوا کمک میده، یا آیرپ مثلا به کسایی که ایده های نوآورانه داشته باشن کمک میده، کمک مالی میده. اینها بسیار گاورمنت ایجنسی هایی هستن که شما میتونید برید سراغشون و ازشون درخواست فاند بکنید که ما در ادامه در موردشون صحبت میکنیم. اینها به چیه شما نگاه میکنن وقتی که شما میدید؟ خب اولین چیزی که براشون مهمه اکسپریانس و بک‌گراند شماست. آیا شما میتونید و تیمتون میتونه این کار رو جلو ببره؟ اونها براشون خیلی مهمه ببینن که آیا شما میتونید این کار انجام بدید، به سر انجام میرسونید، پولشون رو دارن هدر میدن روی شما یا نه، پول رو هدر نمیدن و شما این بیزنس رو به سر انجام میرسونید. امتیاز 40 داره. دومین آیتمی که اینا نگاه میکنن اینه که ببینن که آیا کسی دیگه ای تو بیزنس شما سرمایه گذاری کرده یا نه. ایده که اینا دارن دقیقا با ایده بانکی یکیه. میگن اگه کسی دیگه ای حاضر شده به شما پول بده، یعنی که شما تونستی خودت رو به کسی دیگه ای ثابت کنی. پس کسی دیگه ای به شما اعتماد کرده، ما میتونیم به شما اعتماد بکنیم. همون حرفی که بانک میزنه. خب اینها بیزنس مدل، بیزنس پلن، مارکتینگ پلن براشون خیلی مهمه.
و اهمیتش به اندازه همون سرمایه گذاری که توسط دیگران شده هست. ملاحظه میکنید که اینجا من رنکینگش هم 2 دادم، یعنی این دوتا رو در یک آیتم قرار، در یک رنکینگ قرار میده و این گونه مؤسسات، این گونه ایجنسی ها بسیار بسیار زوم میکنن روی بیزنس پلن شما. بیزنس پلن و مارکتینگ پلنتون رو خیلی دقیق بررسی میکنن. تعداد امپلوی براشون خیلی مهمه، چون کارآفرینی براشون مهمه. تعداد اشتغالی که شما ایجاد میکنید برای به اصطلاح دولت مهمه. و رنگ اسکورش هم همون 34، من رنگش هم 2 دادم، یعنی در واقع دومین پس هست. آیدیای شما مهمه براشون، برخلاف بانکی اصلا مهم نبود. اینجا مهمه که شما چه آیدیایی دارید میپرونید. آیا مثلا یه آیدیای خیلی قدیمی رو دارید میارید جلو، یه کاری که مثلا خیلی روتینه همه دارن انجام میدن، یه مثلا میخواید یه مثلا مغازه معمولی را بندازید که همه میتونن را بندازن، یا اینکه نه یه بیزنس جدیدی رو دارید، یه آیدیای جدیدی رو دارید، یک سرویس جدیدی رو دارید به صلاح میارید. اینها متفاوت نگاه میکنن به شما. ببینید مثلا آیرب خیلی بحث بیزنس براش مهمه، بحث اینویشن براش خیلی مهمه. خب اینا هم براش مهمه که شما در فاز تولید باشید یا اینکه بیزنس ران شده باشه. اینکه خودتونم تو سرمایه گذاری کرده باشید اهمیت داره براشون. سکورش هم تقریبا بالاست ولی نسبت به اون بقیه موارد پایین تر هست. بحث های مربوط به سابقه مالیات که شما پرداخت کردید خیلی براشون مهم نیست، سکور بالایی بهش ندادن، ولی درصد جز مواردی که شما میتونید پیش زوم بکنید بهشون بدید. کردیت هیستوری شما مهمه، اصلا براشون مهم نیست، سکوری که بهش دادن 7. خیلی به کردیت سکور شما نگاه نمی کنن، اونا معمولا هم کردیت هیستوری ازتون نمیخوان. لون سکیوریتی مهمه براشون؟ نه اصلا مهم نیست، چون لونی به شما نمیدن، قاعدتا به شما گرانت میدن، ولی خب یک درصد اندکی شاید مثلا اگر ببینن شما وضع مالی بهتره، سکرت بیشتری داری، به راحت‌تر به اعتماد بکنن، و درصد خیلی مهم نیستن این ستای آخر. خب تا اینجا اگر دوستان سوالی دارن سوالات رو مطرح بکنن. ما میخواییم بریم روی یک بحث کاملا مجزایی تحت عنوان این که موقعیت کارآفرینی ایرانیایی که در کانادا هستن، Iranian Canadian Entrepreneurs، ما موقعیتمون به چه شکل است، این رو میخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم. اگر دوستان تا اینجا سوالی دارن بپرسن. ببینم که بله، خانم مونا شما صحبت کنید. بله ببخشید، من 2 تا سوال داشتم از حضورتون. یکی از سوالا مربوط میشه به اون اسلاید چالنج اف ایمیگرنتس انترپرنورز. سوالم این بود که ریسرچ متدولوژی اون تحقیق چی بوده، یعنی بر چه اساسی اون دیتا ها عنوان شده. این سوال اولم هست. سوال دومم هم در مورد اسلاید آخر هست که اصطلاح گرانت گورنمنت. این گرانت گاورمنت درصدی محاسبه میشه؟ چطوری محاسبه میشه؟ یعنی چه مقدار گرانت تعلق میگیره به کسایی که میخوان بیزنس ایجاد کنه؟ بله، در خصوص سوال اولتون واقعیتش شاید خیلی میگم اینجا نتونیم بهش وارد بشیم، ولی من میتونم شما رو اصل اون اصلا ریسرچ رو بهتون بدم، چون ریسرچ رو من خودم انجام دادم. چجوری وارد چیز بشم، اصل من اون رو در اختیارتون قرار میدم. این در واقع ریسرچ به این شکل بود که اولا خب اون چلنج ها رو ما از خیلی خلاصه میگم، چلنج ها از داخل اون چیز استخراج شد، از داخل لیترچر ریویو. بعد این چلنج ها با تعدادی از آنترپرنور ها در میون گذاشته شد،
آنترپرنورها اینا رو رنک دادن با یک روشی به اسم بورد اکانت، ما اینا رو سکور دادیم و بعد رنکینگشون کردیم که اینا کامل در اون تحقیق اونجا گفته شده که تک تک این آیتم ها چجوری به دست اومده، چجوری فرستاده شده، چجوری جمع‌آوری شده و چجوری به اصطلاح پایش شده و این رنکینگ ها در اومده که من در واقع خلاصه رو گفتم. در خصوص کمک های دولتی خیلی وسیله، این چیزی نیست که نه اینجا من امروز بتونم به شما جواب بدم و نه این که حتی در یک ما یک سشنی فقط راجع به فاینانسینگ داریم که دو قسمتش میکنیم، بحث بانکینگ رو بررسی میکنیم، فاینانسینگ بانک ها، بانک ها رو و فاینانسینگ هایی که دولت داره. حتی تو اونجا هم ما نمیتونیم این رو بازش بکنیم به خاطر اینکه بسیار وسیعه. مثلا ما یک سری فاندینگ هایی داریم مربوط به اصطلاح چیز یانگ آنترپرنور ها هستن، یوث یا یانگ الان یادم نیست، آنترپرنور های بین 16 تا 30 سال هستن، یک سری گرانت میتونن بگیرن از دولت. یک سری گرانت مخصوص خانم ها داریم، در واقع ویمن آنترپرنور میتونن یک سری گرانت ها بگیرن. یک سری گرانت هایی داریم که مثلا آیرپ یک سری از گرانت هایی رو به آیدیا هایی که نوآورانه باشن میده و اینکه آیدیا تو چه مرحله ای باشه نوع کمکش هست متفاوت هست. یک سری انکوباتور ما داریم، مثلا انکوباتور کالتون هست که برای همه بازه، هر کسی میتونه بره آیدیاش اونجا مطرح بکنه، اگه اونجا آیدیاش بره جلو و بتونه آیدیاش رو اثبات بکنه اونجا بهش گرانت میدن، بهش فضا میدن و نوع کمک ها متفاوته. مثلا سیتی پول به شما نمیده ولی سیتی میاد مثلا به شما فضا میده، یه سری امکانات میده، در مواردی به شما بخشی از هزینه‌های پرسونالیتون رو تا یه حدی، تا یه سقفی رو بهتون میده. ولی نه، آیرب مثلا یه جایی به شما پول میده، یه جایی هزینه پرسونالی بهتون میده. اینا خیلی خیلی تنوع داره و نمیتونیم ما در واقع توی این دوره واردش بشیم. ما فقط اینها رو باز میکنیم برای دوستان، راه ها رو بهشون نشون میدیم کجاها برن و کجاها سرچ بکنن و کجاها دنبال منابع باشن. بعد دوستان میتونن برن اونجا بسته به موقعیتشون، خانم هستن، جوان هستن، بیزنسشون تکنولوژی محوره یا نیست، بعد حالا مثلا یک سری چیزا برای ماینوریتی هاست، آره جز ماینوریتی ها هستن نیستن و با توجه به اینا برن و اون فاندهای مورد نظرشون رو پیدا بکنن. ما در اون حد میتونیم بهشون کمک بدیم. بله خیلی متشکرم از توضیحتون. در مورد اون سوال اولم پس هم در واقع بر اساس لیتریچر و استاتیستیکس بوده، هم بر اساس کیس استادی خودتون انجام دادین. بله. بعد در مورد سوال دومم فقط یه نکته این که این به اصطلاح معیاری که فرمودید، این کرایتریاها کدومش مهمتره؟ یا اینکه آیا برای گاورمنت ایجنسی های مختلف مثلا تقدم و تأخر داره یا اولویت داره؟ مثلا فرض کنید یه جایی نوآوری مهمتره، یه جایی مثلا فرض کنید میزان اینوستمنتی که خودت میکنی، یا اینکه نه مثلا برای اهمشون یه کرایتریا خیلی مهمه مثلا اونو در صدر قرار میدن برای اینکه شما رو اولویت کنه؟ سوالتون خیلی سوال خوبیه، ولی خب میگم خیلی سخته بخوای بگی که مثلا فلان مثلا گورنمنت ایجنسی رو این حساس، اون یکی رو. اولا که افراد خیلی مهمن، مثلا من خودم اون استارتاپم رو توی لیتوین بردم. نمیدونم دوستانی هستن اینجا از دوره به اصطلاح تیم در دانشگاه کالتون، کسایی که باشن لیتوین رو میشناسن. لیتوین من سه بار رفتم، بعد بردهای مختلفی اونجا بودن، خیلی برام جالب بود. بعضی موقع مثلا یک نکات رو یه بردی مثلا به من میگفت یکی از اون بورد ممبرا، دفعه بعد که میرفتم یه برد دیگه میومد عکس همون رو میگفت. یه مقداری نظر اشخاص هم به اصطلاح اثر داره روی حرفا. مثلا من یادمه که از آیرپ میومدن تو اونجا، از بی دی سی هم میومدن، دیولپمنت بانک آف کانادا، از اونجا هم میومدن و یادمه اینا وقتی عوض میشد آدمشون، اون نحوه برخوردشون با
بیزنسی که یه بیزنس بود عوض میشد، صحبتایی که میکردم. ببین خودمون حتی اون آدم هم مهمه، ولی اینها چیزایی که ما بهش رسیدیم یک کلیاتی هست. الان ممکنه که شما همین رو مثلا بدید به یک نفر که در آیرپ داره کار میکنه، نگاه بکنه یه رنکینگ دیگه بهتون بده، بگه نه این مثلا این مثلا رنکی که بهش داده این میاد پایینتر، اون میره بالاتر. یا مثلا من مثلا ما به مانتاب اونر اینوستمنت ما اهمیت نمیدیم، مثلا ممکنه اینو به شما بگه نه اصلا این مهمه، ولی یک دیگرشون میگه نه این مهمه. اینها ولی نتایجی هست که ما بهش رسیدیم، ولی فکر میکنیم این به اصطلاح حداقل مثلا 5-6 مورد اولش مهم هست براشون. حالا اینکه رنکش کدوم یه مقدار بالا یا پایین بشه، میگم یه مقداری سلیقه هست. یک نکته هم که من بسیار بسیار مهم دیدم، نحوه ارائه شما هم خیلی مهمه. شما وقتی میرید، بعضی ها من دیده بودم که طرحشون قوی بود ولی موقع ارائهشون خوب نبود. و من یادمه که من خودم دفعه اولم فکر کنم همین بود، چون من دو بار رد شدم، دفعه سوم قبول شدم. دفعه اولم من یادم ارائه‌ام خوب نبود و دفعه دوم یک سری تغییرات از من خواستن، من دفعه سوم در واقع تونستم اون اوارد لیتوین رو بگیرم و کمک‌های مالی اونجا رو دست بکنم برای بیزنسم. خیلی متشکرم. دوستان دیگه اگر کسی ببخشید جناب فیضی بفهمید، خیلی ممنون از توضیحاتتون در مورد اون آنکوباتورهای کارلتون. باید حتما دانشجوی کارلتون باشیم یا به اشخاص و شرکت‌های بیرون دانشگاه هم میدن این امکانات؟ نه به همه میدن، به حداقل ببینید من الان نمیدونم، من باید یه نگاه دیگه بندازم. انکوباتور کارلتون زمانی که من وارد شدم 2018، سال 2018 برای همه باز بود، یعنی هر کسی میتونست بیاد، مختص دانشجو نبود. ولی خب چون دانشجوهای اونجا اون رو میشناختن، قاعدتا مشتریشون بیشتر دانشجو بودن، ولی ما از بیرونم داشتیم، بعضا کسایی بودن که از بیرون میومدن. و من یادم میاد یک از دوستان رو من خودم بهش آدرس دادم و ایشون رفت تو لیتوی، از بیرونم بودن ایشون نبودم. متشکرم. پس فکر کنم تو اون جلسه ای که در مورد فایننس صحبت میکنید اینها رو توضیح میدید. بله بله گفتم، فکر کنم جلسه هفتم هست اون قسمت واردش میشیم. بله انشالله. پس اگر که شخصی به جلسات 3 تا مثلا 5 و 6 رو شرکت نکنه، میتونه جلسات 7 و 10 رو بیاد؟ بله ضبطش میکنیم ما، چون آقا کار ضبط میکنن و ضبط رو میذارن. من حالا نظر خودم اینه که کسایی که از 3 میان دیگه همونا بیان تا آخر، چون هدفمون اینه هست که ما من نظر آخر کار یه چیزی باشه با آقاوند تجربهشه، مثلا ما مثلا حدود 15 نفر داشته باشیم تو این دوره، بیشتر نباشه، که بتونیم در واقع ایده ها رو بررسی کنیم، بتونیم بیزنس پلن ها رو بررسی بکنیم. ولی دوستانی که علاقمندن میتونن از رکوردینگ ها استفاده کنن. ممکنه که تعداد کسایی که علاقمند باشن در این حوزه بدونن ولی نخوان فعلا بیزنسی رو الان جلو بیان، یا ایده‌ای رو ندارن که الان بخوان باش جلو بیان، ممکنه تعدادشون یه تعداد افرادی باشن که اونها میتونن رکوردینگ ها رو گوش بدن. بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیح. بسیار عالی. خب ظاهرا فعلا سوال دیگه نداریم. اگر درست تشخیص داده باشن ما مورد دیگه نداریم، ما میتونیم الان وارد فصل بعدیمون بشیم. خب در این قسمت ما میپردازیم به موقعیت کلن ایرانی های کانادا، حالا از قدیم شروع میکنیم میایم و یک مقداری توضیح میدیم که پوزیشن ما ایرانی ها در کانادا به چه شکل هست. خب من آمارهامو از سرشماری 2011 گرفتم، سنسس 2011 کانادا گرفتم، به همین خاطر ممکنه یک کوچولو نیاز به آپدیت داشته باشه برای سرشماری جدید، ولی
درصد خیلی نباید متفاوت باشه. این کلن ایرانی ها نسبت به اصطلاح جامعه کانادایی ایمیگریشن های قدیمی نیستن. تقریبا این مثلا کمیته ایرانی جدید هست در اینجا. ایمیگرنت های جدیدی ما هستیم تو این کامیونیتی. اولین گروه از ایمیگرنت ها نمیتونیم بگیم اولین چون ما قبل از 1970 هم شواهدی از که ایرانی ها ایمیگریت کردن ولی تعدادش خیلی کم بوده، ولی موج اولیه‌ای که از ایرانی ها به صورت به اصطلاح قابل توجه وارد کانادا شدن دهه 1970 بود، به ویژه بعد از به اصطلاح اون رشد درآمدهای ایران در مثلا سده 1972-73 ایرانی ها یک اقبال پیدا کردن. خواهی میکنم من موبایلم رو یادم بعد توی میتش کنم. ایرانی هایی که به اصطلاح اقبالی پیدا کرده بودن به اصطلاح کانادا، عمدتاً در دو حوزه، یک حوزه ایژوکیشن بود که برای تحصیل میومدن به کانادا، مورد دوم بحث های اقتصادی بود، برای تجارت میومدن یا برای فرصت های به اصطلاح سرمایه گذاری، و عمدتاً هم بحث های تجاری بود. این دو گروه افرادی بودند که می اومدن به کانادا از ایران و دنبال فرصت‌های تحصیلی و فرصت‌های به اصطلاح اقتصادی و تجاری بودند. موج دوم از مهاجرت ایرانی‌ها به کانادا دهه 1980 بود که بعد از به اصطلاح انقلاب بود. عمده‌ترین کسایی که در این دوره اومدن، عمده‌ترین نه همه، به اصطلاح پناهنده های سیاسی بود، یعنی مسئله سیاسی باعث شد که کشور رو ترک بکنن و خب به کشورهای دیگه رفتن، زیاد متعددی رفتن و بخشی هم اومدن به کانادا، و از اون سال خب یک مقدار موج مهاجرت به از ایران به کانادا زیاد شد در اون دهه، و در دهه 90 باز یک موج دیگه شروع شد و در دهه 2 به اصطلاح اخیر هم ادامه داره. همچنان بیشتر افراد به اصطلاح تحصیل کرده و افراد ثروتمند یا افرادی که در قالب نیروی متخصص با تحصیلات اومدن یا افرادی که به اصطلاح به صورت سرمایه‌گذار اومدن، و دیگه به اصطلاح کیس پناهندگی کمتر بود. در سالهای اخیر خب بیشتر همه مدلی رو بوده، استودنت ما زیاد داشتیم به سمت کانادا، به ویژه بعد از اینکه آمریکا خب یه مقداری محدودیت رو اینا ایرانی ها گذاشت، کانادا خیلی پذیرش دانشجو بیشتر شد، نیروی متخصص زیاد شد ورودش به ایران، و همچنین سرمایه گذاری هم در سنوات اخیر بسیار زیادتر شده در به اصطلاح مهاجرت ایرانی ها به کانادا. بر اساس آمار سال 2011، سرشماری 2011، 163,290 ایرانی یا کانادایی در اینجا زندگی میکنه، که البته این اظهار هست، میدونید دیگه سرشماری به این شکل هست که افراد اظهار میکنن که ما بکراندمون ایرانی، حالا اگه اظهار نکنن خب اظهار نکردن دیگه. این 163,000 نفری هستن که اظهار کردن که ما بکراند ایرانی داریم و در سنسوس کانادا در سرشماری 2011 اومده، و از اینها 49% خانم هستند و 51% از این رقم آقایون هستند. نکته جالب توجه اینه که به اصطلاح نرخ رشد طی 5 سال 34% بوده، نرخ رشد اصطلاح ایرانی ها در کانادا نرخ رشد نسبتاً بالایی هست، و این نرخ رشد در سنوات اخیر باز از این هم بالاتر بوده. و نکته مهم بعدی اینه که 50% این افرادی که از ایران وارد کانادا شدن زیر 35 سال بودن، یعنی که جامعه ایرانی جامعه جوانی هست، جامعه ایرانی کانادا جامعه جوانی هست. نگاه بکنید اینجا همون آمارها رو در
سلاید بالا اگه نگاه بکنید، این 50% 17%شون زیر 15 سال بودن، 14%شون بین 15 سال تا 24 سال بودن و 18% 25 تا 34 سال بودن. اینها اون 50% بودن که زیر 35 سال بودن. و مابقی هم باز اگه نگاه بکنید 16% بین 35 تا 44 سال بودن و 17% بین 45 تا 54 سال. یعنی زیر 54 سال در واقع نزدیک به 83% ایرانی ها رو تشکیل میده، فقط 17% بالای 55 سال و بالاتر بودن. مقصد ایرانی ها کجاست؟ بلاز استان بیشترین به اصطلاح مهاجرت با آنتاریو هست با 56.7%. 24% ایرانی ها وارد بریتیش کلمبیا شدن، 10% وارد استان کبک شدن و مابقی هم در سایر قسمت های کانادا هست که نشون میده در واقع استانی که ما هستیم، استان آنتاریو، البته خب ما نزدیک کبک هم هستیم دیگه، بیشترین میزان مهاجرین ایرانی بیشتر طبعشون به اونتاریو خورده و اونتاریو محیط مناسبی بر خودشون دیدن. به لحاظ تحصیلاتی هم اگر نگاه بکنید نکته جالب اینه که 56.6% نیست که 57% ایرانی ها تحصیلات لیسانس و بالاتر داشتن، کسایی که وارد کانادا شدن، و همینطور که میبینید 27% تحصیلاتشون بالای بسیار لیسانس بوده و 29 یعنی تقریبا 30% لیسانس بوده، 27% از اون 56.5% دارن میگن 57%، 27%شون به اصطلاح بالای بچلر یعنی فوق لیسانس و دکترا و 30% هم بچلر و مابقی هم که دارید میبینید که حالا یا زیر به اصطلاح لیسانس، بله زیر لیسانس بودن مابقی. آمار اینجا که آمار خیلی جالبی هست، در به اصطلاح سیچویشن آنترپرنورشیپ رو نشون میده. بر اساس آماری که در به اصطلاح استاتکن هست 15.4% از ایرانی کانادایی ها اعلام کردن که سلف امپلویدن یا بیزنس اونرن و این رقمش به طور قابل توجهی از متوسط کل کانادا بالاتره. نشنال اوریج به اصطلاح کانادا در سال 2000 بر اساس سرشماری 2011 10.7% کانادایی ها اعلام کردند که سلف امپلوید یا بیزنس اونرن، در صورتی که این رقم در ایرانی ها 15.4% بوده که به اصطلاح نسبت به اوریج کانادایی نسبت بالاتری هست و این نشون میده گرایش ایرانی ها به سمت این که به بیزنس های خودشون برن یا بیزنس اونر باشن بسیار بیشتر از اوریج کانادا هست، علارغم این که میدونیم که ایمیگرانت ها اون چالش های خاص خودشون رو دارن وقتی که میخوان بیزنس راه اندازی کنن. چالش ها رو با هم یه بررسی کردیم، با این حال ما میبینیم گرایش ایرانی کانادایی ها به سمت اینکه بیزنس خودشون رو راه بندازن و سلف امپلوید باشن یا بیزنس اونر باشن یا که من هر دو رو تحت عنوان آنترپرنورشیپ آوردم، برای اینکه آنترپرنور باشن یا کارآفرین باشن، از جامعه کانادایی این تمایل در ایرانی ها بسیار بسیار بالاتره. رقم 4.5% که نتر همه رقم قابل توجه. خب ما اینجا میخواییم که یک نگاهی بندازیم از میزان کانتریبیوشنی که ایرانی ها آنترپرنور های ایرانی کانتریبیوشن بزرگی که به اقتصاد کانادا داشتن و اقتصاد کانادا رو تحت تاثیر قرار دادن. خب میدونیم که خیلی ها بودن ولی یک تعدادی بودن که این تاثیرشون بسیار بسیار پاماندگار بوده و جامعه به اصطلاح اقتصاد کانادا رو واقعا تحت تاثیر قرار دادن، که من فقط 4 نفر از بردن، این دلیل نیست که همین 4 تا گروه باشن، واقعا تعداد بیشتره، ولی این تعداد رو در واقع من
به نظرم اومد که اسم ببرم برای اینکه ما ایرانی ها بدونین میزان کانتریبیوشن ما در کانادا بالا بوده در این مدتی که وارد به اصطلاح این جامعه شدیم. خب دوستان فکر میکنم برند حکیم آپتیکال رو فکر میکنم همه بشناسن که ساکت کانادا هستن و یا شاید ازش خریدم کرده باشید. این رو توسط آقای کریم حکیمی بنیان گذاری شده که الان یکی از برندهای بسیار بسیار معروف کانادایی هست و ایشون به اصطلاح از ایمیگرانت هایی بودن که از فکر میکنم دهه 70 فکر میکنم وارد کانادا شدن و این برند رو راه اندازی کردن و به اینجا رسوندن که الان جزو برندهای برتر کانادایی هست. شما شاید در مورد بزرگترین به اصطلاح مال آمریکای شمالی شنیده باشید چیزی. وست ادمونتون مال بزرگترین مال سرپوشیده در آمریکای شمالی هست که توسط برادران قرمزی که اینها هم بعد از به اصطلاح انقلاب وارد کانادا شدن راه اندازی شده و این یکی از جاذبه‌های گردشگری در ادمونتون هست. فیوچر شاپ رو البته متأسفانه دیگه نداریمش، ولی خب برندش رو هممون میشناسیم یا خیلی هممون میشناسیم برند رو، که این برند هم توسط آقای خسروشاهی پایه‌گذاری شد در اینجا که فکر میکنم تا 3 سال پیش هم بودش و بعد با بسپای ادغام شد، در واقع فروختنش به بسپای جزء برندهای خوب کانادایی بود و یکی از به اصطلاح آنترپرنورهای جدیدی هم که به اصطلاح خیلی به جامعه کانادایی به نظرم خدمت کردن و تاثیرگذار بودن خانم رفعتی هست، شهرزاد رفعتی، که ایشون برودبند تیوی رو داره در ونکوور که بسیار بسیار شخص بسیار تاثیرگذاری بودن در جامعه کانادایی، به طوری که در سال 2018 از توسط آقای ترودو ایشون نماینده کانادا شدن در گروه G20 به عنوان به اصطلاح بیزنس وومن لیدر کانادا، در اون بیزنس وومن لیدر تاسک فورس به عنوان نماینده کانادا از طرف به اصطلاح پرایم مینیسترشون شرکت کردن در اونجا. من این نمونه ها را گفتم به اصطلاح بیشتر شاید به این خاطر بود که میدونم نمونه های بیشتری هست که باید گفته بشه، اگه دوستان دوست داشتن میتونن این نمونه ها را هم بیارن بررسی کنیم. شاید در همین جا در همین دوره در یک جایی که کانتریبیوشن شما دوستانو خواسته باشیم مثلا در مورد این دوستان شما یه تحقیقاتی بکنید، کارهایی که کردن، مثلا زندگی آقای حکیمی رو من یک مطالعه کردم، بسیار بسیار جالب بوده. ایشون خیلی زحمت کشیده، از کوچیک شروع کرده و اینکه ماها میتونیم از کوچیک شروع بکنیم و بیزنس های کوچیک میتونن یه روزی بزرگ بشن، میتونن به اصطلاح برند بشن و افرادی که این کار رو کردن همین افرادی مثل من و شما بودن که این کار رو کردن و ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، شما هم میتونید این کار رو بکنید. اینها رو شاید در آینده ما یک به اصطلاح میگم یک ذره بینی یه مقدار بیشتر روی این دوستان بندازیم، اگر توی دوره فکر میکنم در طول دوره شاید یک قسمت های کوچیکی رو اختصاص بدیم که یک بررسی داشته باشیم از شیوه های آنترپرنورشیپ که این دوستان یا دوستان دیگه‌ای در کانادا داشتن که واسه سامسر موفق بودن، میتونیم اونها رو یه نگاهی بهشون داشته باشیم. خب اگر دوستان سوالی دارن، من دیگه این آخرین سلایدم بود، الان رو میذارم به سوالات شما دوستان. الان میتونید سوالاتتون رو از اول تا اینجا هر چی سوال هست بپرسید و در مورد آینده این برنامه اگه سوالی دارید بپرسید. سوالاتتون رو به دو صورت میتونید مطرح بکنید، یا اینکه ریز هند بکنید با همون به اصطلاح قسمت پارتیسیپنت رو بزنید و به اصطلاح ریز هند بکنید ما به ترتیب بگیم دوستان صحبت بکنن، یا اینکه در قسمت چت میتونید صحبتاتون رو یا سوالاتتون رو مطرح بکنید و من اونجا میبینم و به اصطلاح همونجا پاسخ میدم. من نمیدونم اگه دوستانی الان سوالی دارن یا نه.
بله، مونا خانم بفرمایید. بله، خیلی متشکرم آقای تجلی، واقعا نکات خیلی جالب و مفیدی رو فرمودید و این شروع میشه برای بقیه ورکشاپ های همین زمینه که مطمئنم خیلی مفید خواهد بود. ازتون تشکر میکنم، همچنین از آقای شکوری خیلی تشکر میکنم برای این ایده های جالبی که دارن و برنامه هایی که برگزار میکنن. سوالم در خصوص اون مطلبی بود که فرمودید در ورکشاپ های چهارم به بعد اگر که کسی بخواد شرکت کنه باید یه ایده ای داشته باشه و اون رو به شکل بیزنس پلان طبق به اصطلاح مطالبی که جناب علی تدریس میکنید ارائه بده. اگر ایده ای داشته باشیم که در واقع یه جورایی هنوز پتنت نشده باشه، آیا شما راهنمایی میفرمایید که چون قبل از که پتنت شده باشه خب در واقع عنوان کردنش شاید زیاد درست نباشه، حالا آیا شما اطلاعاتی در اون زمینه ارائه میفرمایید و در مورد این ایده ها چطوری میتونیم توی این ورکشاپ شرکت کنیم؟ بله، نکته باز خیلی خوبی رو گفتید، نکته مهمی هم هست. ببینید ایده هاتون رو نیازی نیست مطرح بکنید. اولا که کسی ایدهش رو اصلا ما میخواییم که مطرح نکنید، به خاطر اینکه اگر ایده مطرح بشود مسائلی پیش میاد، بعد بحث این که اون ایده منو برد، این ایده منو برد، اون ایده مال من بود و بحث های از این دست، و حالا بحثی هم هست که اصلا اون ایده به قول شما ممکنه که توسط دیگران اصلا گرفته بشه و هنوز پتن نشده باشه. در نتیجه ما نه در دوره اصلا نمیخوام کسی ایدهش رو مطرح بکنه، ولی در مورد این که پتنتش بکنید ما این رو سعی میکنم یک قسمتی رو در یک جایی در موردش صحبت بکنم، ولی شما اطلاعاتی رو به من یا به بقیه که مطلقا نمیدید، مگر مواردی رو که دوستان حالا ما میگیم چه مواردی رو میتونن شیر بکنن و شیر میکنن با بقیه، ولی بیزنس آیدیا هاشون رو شیر نمی کنن، ولی یه جایی کمک نیاز دارن، بیزنسشون نوشتن کمک نیاز دارن، لزوم هست که مثلا با من یه هماهنگی بکنن که اونجا من بهشون میگم چجوری اون رو مطرح بکنم با بنده که اون بحث بزنسیشون هم آیدیاشون هم مورد خطر قرار نگیره. و نکته مهم است و همین کاری که مثلا تو لید تو وین میکنن، لید تو وین شما آیدیاتون رو مطرح میکنید ولی خیلی اونجا هم بهتون تاکید میکنن، میگن اگر شما پتنتی توش میبینید اون قسمت رو باید خارج بکنید. یا در خیلی از دورهای کارآفرینی که هست و شما شرکت میکنید، مثلا من خودم دوره کارآفرینی ورلد اسکیلز رو اینجا شرکت کردم و اونجا هم همین بود، شما ایدیاتون رو میبردید ولی نکته این بود که شما اصل ایده ها رو میباز چیز میکردید موقع که میخواست، چون اونجا ما فقط به اون منتورمون فقط میدادیم و حتی به منتورم ما اصل ایده ها رو بهش نمیدادیم، فقط روندمون رو میگفتیم چیه، چی کار داریم میکنیم، کجاها رفتیم دنبالش، ولی خود ایده ها رو باز نمیکردیم. نکته خیلی مهمیه. درسته، خیلی ممنون. خواهش میکنم. آقای مازیار شما بکنم صحبت دارید. سلام، ممنونم از همگی، خسته نباشید. آقای تجلی، من راستش تلفنی هم خدمتتون چند وقت پیش صحبت کردم، شما خواهم شرکت همو ثبت کنم، ولی الان طبق این برنامه متوجه شدم که هفته های بعد قراره که به موضوع در واقع نحوه انتخاب ساختار شرکت اینا برسیم. میخواستم ببینم که یه برنامه زمان بندی داریم، البته شاید آقای شکوری بهتر بتونن جواب بدن که ما حدوداً کی به اون نقطه میرسیم که نوع شرکت رو بتونیم انتخاب کنیم و چالش هاش رو بدونیم. ممنون میشم. البته فکر کنم کاوه جان برنامه رو کامل دادن، اون در جلسه ششم بود یا هفتم که ما راجع به ساختار شرکت صحبت میکردیم. میزه بدید من نگاه بزنه 26 جولای، بله دقیقا مشخص تاریخش. بله درست. متفاجئ شدم. خب قبل از اون اگر بخوایم یه حرکتی بکنیم امکانش نیست، یا اینکه بهتره که صبر کنیم. درسته، من برداشتم اینه.
والا اگر صبر کنید بهتر، اگر نه اینکه میتونید جدا با من صحبت کنید، من ببینم که قضیهتون چیه، راهنماییتون میکنم که الان بکنید اینکورپوریتش بکنید، و اگر میکنید به چه شکل اینکورپوریت کنید. اگر نه اینکه میتونید صبر بکنید تا همون 6 جولای که اون جلسه رو داشته باشیم و شما کارتون انجام بدید. آها ممنونم، ببخشید من چون برنامه زمانمندی رو نداشتم این سوالو کردم. ممنون. پس می‌گردم سوالو پیدا می‌کنم، اون جدول رو پیدا می‌کنم. ممنونم. همون به اصطلاح توی سایت پند برید آکاون رو زحمت کشتم اونجا گذاشتم اون رو. آقای شهرام اگر صحبت بکنن الان. با درود به همه و تشکر از جناب تجلی با این برنامه مفیدشون. سوالی که دارم این است که برای راه اندازی یک اینترپرایز هم شما این راهنمایی ها رو میفرمایید اون روند جداگانه ای داره، یا اینکه اونم همین مقوله میگنجه که شما پوشش دارید میدید؟ انترپرایز رو تعریف میکنید، منظورتون چیه؟ خرید فرض کنید مثلا یک از شرکت های مختلفی هستن مثل استارباکس مثل چیزهای دیگه که شما خریدی میکنید ازشون، فرانچایز ببخشید. آه فرانچایز منظورم. آه معذرت میخوام، من اشتباه کردم. ببینید فرانچایز یعنی آیدیاس دیگه، شما آیدیاتون اون موقع میشه که خریدی فرانچایز دیگه، خیلی کارتون راحت تر میشه. من شاید حالا تو اون قسمت آیدیا یه مقدار توضیح بدم که تفاوت این که شما با فرانچایز برید یا بدون فرانچایز برید. مثلا شما میخواید مثلا یه کافی شاپ بزنید، این که کافی شاپ رو شما به صورت فرانچایز بزنید یا به صورت غیر فرانچایز خودتون برید، تفاوتاش چیه؟ فرانچایز چی به شما میده و چی از شما میگیره؟ این رو میتونم یه مختصر در موردش توضیح بدم، ولی تفاوتی نداره، آیدیاش فقط فرق میکنه، یه ایده است. شما اگه بخواید برید فرانچایزم راه اندازی بکنید، قاعدتا باید همین مسیرها رو برید جلو، آیدیا رو بیارید، بیزنس پلن درست بکنید براش، یعنی برای فرانچایزم شما بیزنس پلن میخواید. ولی وقتی میخواید یه فرانچایز راه بندازید، اون فرانچایزی به شما یک مقداری اطلاعات در مورد اون بیزنس میده که کار شما اون مارکت ریسرچ رو تا یه حد زیادی براتون انجام میده و به شما کمک میده تو مارکت ریسرچ، ولی غیر از اون باشه خودتون باید انجام بدید اون رو، ولی در مجموعش خیلی فرقی نداره. در صورت بله، کسایی که میخوان فرانچایز بخرن هم این دوره براشون مفیده، اگه سوالتون این بود. سپاسگزارم، خیلی ممنون. خب من ببینم که آیا کسی دیگری هم هستن. نه فعلا من کسی رو ندارم روی خط که سوال داشته باشن. چت باکس رو هم من نمیبینم، اگر آقا هادی یا آقا میبینید به من بگید چت باکس رو. کسی سوال چت باکس آی تجلی خادی فلان سوالی مطرح نشده؟ خیلی هم بسیار. خب آقا به من فکر کنم نکته دیگه ای رو نباشه. اگر دوستان، من یه حدود میگم نیم ساعت رو گذاشته بودم برای پرسش و پاسخ تقریبا، خب خیلی بسیار دوستان همکاری کردن و ظاهرا سوال خاصی هم نبود و جلسه هم خوب پیش رفت به نظرم. نحوه ادامه رو شما به همین ترتیب خوب دیدید، نحوه ادامه و اراره. البته ما بعدیمونم به همین حالته، ولی از جلسه سومون یه مقدار سعی میکنیم روند رو کابجا متفاوت کنیم. خواهش میکنم. حتما کاوه جان، حتما. خیلی ممنون از شما و ممنون از همه دوستان. خواهش میکنم.
قربان شما. خدا نگهدارم. خدا نگهدارم.